بودم امروز ببینیم رکورد میشه شکسته بشه یا نه. ولی بکنم بعد موقع گذاشتیم. زودتر باید میذاشیم. نه به خاطر این مناظره من اصلا میگم منم این عبادی تو باغ نبودم خبر نداشتم میخوره به اینجا. من میخواستم بگم بعد گفتم ولشون بذاریم مردم حتی اونایی که دوست دارن یه ذره از این هیاهوی علکی کاذب بیان بیرون، بیان بیرون. یه چهار نفرم چهار نفره. خانم ایلی هم که اصلا سین نزدن هنوز. سلام خدمت دوستان. سلام محسن. خب چی شد آقای خسروی نیومد؟ هنوز آنلاین نشدن اصلا. به من که گفتن حتما. به من که گفتن حتما دیگه نمیدونم. این حتما نشون از چه ایجنسی بوده. بقیه دوستانم که یا گفتم بنده فرصت ندارم یا اصلا نخوانده گذاشتم. خب فعلا همینیم یعنی؟ خب فعلا همینیم. 100 نفر تو یوتیوب لایک کرده بودن این، حالا از اون 100 نفر یه نفرش هم نیست. اینه وضعیت مملکت، اینه لشکر اسلام. از این چیز نه سیاسیش نکنم. تاریخیه. 313 یار. خدا کیه؟ خودم تو بحث هست کیه؟ خود فردوسی خودمونه. فردوسی خداست. خب میخوای مایک به چیز یه پیام بده آقای خسروی؟ بدم چجوری؟ پیام دادم دیگه نمیدونم مثلا آنلاین نشدم کلا. آها اینطور نیست من ندیده تلگرام میشتم. آره گفتید 10 شب به وقت ایران. بله خودشون هم لایف بزن همین موقع میذارن اتمنه همزه همون لایف داره الان. نه نه داره. خب آه شاید به خاطر مناظره هاست. نه بابا طرف به هر حال بحث آینده یک مملکتی. طرف کدوم مملکت؟ الان با ورود پزشکی ما چند تا مملکت داریم؟ کدوم مملکت رو میگین؟ چون ملت ها زیاد شدن. یارو این ماهان هم طرفدار پزشکیان ها معلومه. من غلط بکنم نه. درود. درود محمد جون. خوبی؟ والا خوبیم، فقط دوستان دارم اذیت میکنن. بچه‌ها میخوان صحبت بکنن راجع به چیز نظرشون رو بدن تا یه مقدار بگذره ببینیم آیه چیز خصوصی هم اضافه میشن که بعد وارد بحث بشیم دیگه. این نشون فکرم تا 10 و 15 دقیقه یا 10 و 20 دقیقه منتظر بشین بعد استارت میزنیم. حالا اضافه شدن بسط کار دیگه در خدمتش. بس من شروع کنم الان؟ آره میخوای شروع بکنم؟ میخوای به صورت رسمی شروع نکنیم حالا هاشی همون دیگه به صورت رسمی نه چیز باشه یه دستگرمی باشه یه جوری. حالا من شروع میکنم. خواستین ادیت بزنیم؟ نه دو زب دکمه زب تو که نذاریم فعلا. فعلا میخواین از همون من زب داری میکنید یه الان؟ من دارم زب میکنم اگه قطع نشه نتم. آره دارم زب ولی خب نت خونه است. نت خونه ما هم خیلی اعتمادی بهش نیست. خب زدم صدا که نمیاد چون کدر روشنه موجی چیزی نمیاد. نمیاد
مریمور درود جناب رفت اون درود دوستان آلبورس البروس من کوله رو باید میزدم خیلی گرم دوستان با یه اسمایی هم میان که عبادی خوب بود صحبتت من لذت بردیم الان عبادی جا میگم با مفهوم تمدن یکم شروع کنیم که دست همه بیاد این چارچوب تمدن یعنی چی اصلا تمدن خب تمدن مفهوم تمدن اصولا از ما باید یه تمایزی بین مفهوم تمدن امروزی و تمدن گذشته قائل شیم چون به عنوان مثال حتی کشوری مثل پاپوگیننو تمدن امروزیش از تمدن زمان هخامنشیان هم بیشتره برای همین مفهومی که تاریخ نگارا و تقریبا بعضی جامعه شناسا در مورد تمدن حرف میزنن با مفهومی که یه عده دیگه در مورد تمدن حرف میزنن متفاوته ولی خب اشتراکی کلمات باعث میشه اتفاقات به صدا دم خطایی پیش بیاد چون به عنوان مثال مثلا حدس بزنم مثلا بگم تمدن آمریکا الان خیلی قدرتمندتر از تمدن ایران خیلی متمدنتر حالا باید مثال میزنم ولی باید میکروفونت هم نویز دارم یه احتمالاً باید هم پوله دوباره وصل کن میکروفون من آره الان خوب شد الان خوب شد یه لحظه الان درست شد آره جداش کن درست شد خب درود گویک گویک هم به 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 استاد گویک درود بر گویک عزیز تمدن باید همچین ملاکای قائل بشیم حالا ما وقتی میگیم تمدن ایرانی منظورمون کدوم تمدنه تمدن ایرانی که در طول تاریخ بوده یا تمدن امروزی ایرانی که مثلا حالا دچار ضعفه و باید دوباره ببریم بالا به صدا خلقش کنیم و میخواییم مرز و حدود و چیزاشو مشخص کنیم به هر حال فرهنگی اتفاقی مثلا تمدن شوروی خودش یکی از ملاکاش کمونیسم بود دیگه که حالا دود شد رفعه و تمدنش نه خب یا اوکی ولی خب تمدن یعنی چه چیزی وقتی یک جامعه به چه چیزهایی میرسه که به تمدن میشه دیگه بهش گفت از اون موقع به بعد خب توی گذشته تمدن و ملاکاش رو فکر کنم تو مدرسه هم خوندیم خط و نمیدونم زبان و یک سری چیزا بود حالا دقیقا یادم نیست اونا رو یک جانشینی اون خط خیلی مسئله مهمیه تو تمدن که تو شکلی تمدن هم تمدن اولیه دنیا که ایران شهر هم به نوعی قاطیش میشه یعنی بخش کلیدی داستان تمدنی دنیا هم هستش خط مسئله مهمیه ما توی شاهنامه هم اینو بعد وقتی برمیگیم به تمدن های اولیه هم که سومری ها باشن باز این خط رو میبینیم که همزمان با شکلگیریه اون یک جانشینی اولیه ما خط رو هم همراهش داریم کم کم یعنی زیاد فاصله زمانی نداره چون لازمه اصلا شکل‌گیری تمدن داشتن خطه شما بدون خط نمیتونی ثبت بکنی اون تجربیاتتو و به همین صورت نمیتونی این تمدن رو گسترشش بدی و ارتقاش بدی واسه همین درجا میزنه اگه روی خط و زبان و اینها کار نکنیم پس خط یکی از مؤلفه‌های اصلی میتونه باشه و ما توی چیز هم توی داستان شاهنامه هم اینو داریم ما ابتدا توی اون بخش طهمورث داستان خط سریع شروع میشه که بچه هم میدونن دیگه اونه که حالا ویدیوها رو دنبال میکنن میدونن جمشید رو ما اون بازه زمانی جمشید رو با سومر یکی کردیم درست ولی چیزی که هست امروزه دیگه بخوایم با تمدن رو مقایسه کنیم نمیتونیم با صرفا چیزی مثل خط مقایسش کنیم چون حتی منم دیگه میتونم برای خودم یه دونه خط بسازم
تو اینترنت هم یک سری وبسایت های هست که درات باش خط میسازیم. برای همین به نظر من باید مفهومش رو برای دنیای امروزی یکم ارتقا بدیم، مثلا به علوم، به فرهنگ، شاید به رسانه بتونیم. میتونیم بگیم الان متمدن‌تر یه سری المان‌های دیگه‌ای که باعث ارتقای بیشتر تمدن میشه. حالا اینها یعنی همه متمدنن به نوعی، ما کمتر داریم حالا قبیله‌های انسانی، گله‌ها و دسته‌های انسانی که تمدن نداشته باشن. هستن هنوزم یه سری قبایل، ولی تقریبا میشه گفتش که بالای 90% جامعه بشری الان متمدن هست. حالا کیا متمدن ترن مقیاس بخوایم چیز بکنیم و ببینیم که حالا فاکتورهای که میتونه کمک بکنه به اون ارتقای تمدنی چیا هستن امروز. این فکر میکنم بهتر باشه به این شکل بخوایم تعریف بکنیم. آره دقیقاً، و نظر منم رو همون، حالا باید در بیاریم هم فکری کنیم که این ملاک ها چی هن و چی باعث میشه این ملتی متمدن باشن. چون میبینیم یه ملتی گاهی قدرتمندن اما از تمدن برخوردار نیستن. دقیقاً این گذشته هم میدیدیم سکه ها قوی بودن ولی تمدن خاصی نداشتن بعضی گروه هاشون. حالا ما زندگی عشایری رو میتونیم گونه ای از تمدن بهش چیز بکنیم، اطلاق بکنیم این زندگی عشایری رو با اون تعریف هایی که تمدن داره، تعریف های حالا کلی که تمدن داره. تمدن فکر کنم یکی از مهمترین ملاکاش یک جان نشینی بود، ولی فکر نکنم عشایری زیادی به تمدن برسه، ولی میتونه تقریبا ملاکاشو داشته باشه. پس اینجا اگر بخوایم اینجوری تعریف کنیم تمدن رو و زندگی عشایری رو، یک زندگی بدون تمدن بدونیم، بدون مدنیت، بدون شهرنشینی و یک جانشینی بدونیم، تمدن خودش یه مزیت نیستش و ایراد هم نیست. یعنی اگه داشته باشی یه سری مزایا داره یه سری ایرادات هم داره. زندگی عشایری هم این که تو حالا بی تمدن باشی لزوما باعث نمیشه که تو مثلا یک جامعه پستی هستی یا فرهنگ پایینی داری. این چیزم، این تصور غلطی که در واقع تو ذهن ها هست وقتی میگیم طرف بی تمدنه، خب الان عشایری هم بی تمدنه، ولی حقیقتا این بی تمدن بودنشون یه مؤلفه بد براشون نیستش. به نظرم بعضی جا حتی مثبت هم هستش. حالا بستگی داره با این عشایری شما مثلا تعامل داشته باشین، زندگی کرده باشین، حالا یه ارتباطی داشته باشین که بدونین این شیوه زندگی امروز شاید بگم برای خیلی ها خوب هم هستش، برای اونه که میخوان از این تمدن و از این بدی های تمدن شهریگری دور بشن. درسته یا نه؟ دقیقاً کنم آقای گویک نظر دارم. اجازه میخوام یه کلام بگم. اولا خوشحالم که اینجا هستم، بعدم که به نظر من اون چیزی که داشتی صحبت میکرد راجع به تمدن یکم باید به بازه بزرگتری الان نگاه کنیم، حالا اون چیزی که مد نظر محمد بود فکر کنم، چون همینطور که گفتی تمدن از یک جانشینی میاد و خب اگه ما اونو به عنوان ملاک قرار بدیم، بقیه چیزا تقریبا فرهنگ و کالچره که تشکیل میده. مثلا ما فرهنگ عشایری داریم، ولی بازم میشه چون اونا اگه همین عشایر، مثلا من خودم باهاشون بودم، زندگی کردم، دیدم رفتارشون رو، خب از یک تمدنی دوباره میان، چون یه جایگاه خاص میان. اینا نمیرن از اینا تو زمان ییلاق و قشلاق خودشون حتی نقاط خاصی دارن. مثلا از فرض میگیریم اینا وقتی شما با قشقایی‌ها زندگی میکنین، این قشقایی‌ها پا نمیشن از مثلا از منطقه فارس پاشن برن تبریز. معمولا اونجا مکان خاصی دارن که تابستون ها مثلا جنوبن، شمال فارسن، زمستون ها جنوب استان فارسن و بازم یه مکان مشخصی دارن که میرن. یعنی به نوعی توی تمدن بزرگتر که مثلا ما بگیم حالا ما تو یه تمدن ایران داریم اینجا، تو این تمدن ما فرهنگا و رفتارها و آداب مختلفی داریم
که خب تمدن امروز یه خورده بزرگتر از تمدن دوران قبله که محدود میشد به یه روستا، به یه شهر. ما یه تمدن بزرگتری داریم به نام ایران. تو این تمدن بزرگ حالا ما رفتارها و کالچرهای متفاوتی داریم. به نظر من باید این سیستم رو هم نگاه کنیم الان. درسته درسته. الان بعد از اینکه مرزها تقریبا فیکس شد، تعاریف جدید مرزبندی هم شکل گرفت، محدوده اون جابجایی عشایر هم محدودتر شد. یعنی ییلاق قشلاقشون تقریبا فیکس شد و ثابت شده. قبل‌تر هرچی میریم به عقب این محدوده یه مقدار آزادتر بود و اینا گستره بیشتری رو میرفتن برای حالا پیدا کردن مرتع مناسب برای دامهاشون. ولی هرچی میایم جلوتر به خاطر افزایش جمعیت و محدود شدن فضا و قوانینی که حالا وضع میشه، این میشه گفتش که عشایر هم یه جوری الان یک جوری یه نه اصلا عشایر هم امروز یک جانشین هم فقط دوتا چیز دارن جایگاه ثابت به نوعی دارن. بله دقیقا همین رو میخواستم بگم الان. ولی اگه مثلا همینطور که گفته به گذشته نگاه کنیم، میبینیم که خیلی از این تمدن‌ها و این چیزهای قدیم تو از همین عشایر مثلا از منطقه ایران رفته ترکیه، از ترکیه اومده ایران، رفته افغانستان و همین اینا تبدیل شدن به مرور زمان به یک جانشینی و یک تمدن. واسه همینه که ما اون ارتباط و بین زبان‌ها و بین خط‌ها می‌دیم. حالا دوستمون محمد گفت الان من میتونم یه خط اختراع کنم. خط اختراع کردن مثلا این چیزی نیست که ما بیایم اختراع کنیم، یک چیزی که اون فرهنگ و گفتار در میاد. حالا مثلا من خودم چون بیشتر درباره زبان ارمنی تحقیق میکردم یه زمانی، مثلا این نیست که حالا خود ارامن اعتقاد دارن مثلا میگن یا آقای به نام مصرب ماشتوت اومده این خط رو اختراع کرده، در اصل اختراع نکرده، این اومده گفتارهای مردم رو جمع کرده به واژگانی که صحبت میکردن، حتی دو کلمه او و فر رو از روسی گرفته و اگه نگاه کنین الفابهشون خیلی شبیه گرجی هاست که اینا رو جمع کرده با هم دیگه اومده و گفتار مردم رو، چون اینا مثلا از زبانهای خط آسوری استفاده میکردن، از خطهای پهلوی استفاده میکردن یا سومری ها استفاده میکردن، اومده خط خاص رو که مورد قبول اون اکثریت بوده رو فیکس کرده. حالا مثلا من امروز اگه یه خط اختراع کنم، این به نظر من اعتباری نداره اگه کسی این خط رو قبول نکنه. این نمیتونه تشکیل دهنده تمدن باشه. تمدن یه مثل زبان فارسی، حالا مثلا ملت میگن رضا شاه اومد فارسی رو مندتوری کرد تو ایران، اجباری کرد. نه، اون موقع هم همه فارسی صحبت میکردن و زبانهای مادری گویش‌های خودشون داشتن، ولی اون اومد اونو تثبیت کرد به عنوان یک زبان واحد برای ارتباط با هم دیگه. عزیزان یه خبر هم بد دارم هم متوسط. الان داشتم با خامنه‌ای صحبت میکردم راجع به آقای خسروی، کجا موندن آقای خسروی؟ کنه فراموش کرده. خب لایو خودشون هم گذاشتن، میگن متاسفانه نمیتونید، اگه شما میتونید شما بیاید اونور. حالا تو همین موضوع، نه موضوع اون آزاده، هر چی میخوام لایو اونا فکر کنم توی کلاب هاوسه. نه نه تلگرامه، تو خود تلگرامه. آها تلگرام دیگه بدتر. تلگرام وی پی ان میخواد چیز. ما خب بحثمونو میبریم جلو، حالا یه جلسه دیگه واسه ما هنگ میکنیم. بچه هم مثلا کم اومدن امروز جان، بچه هم خیلی کم اومدن، چون بچه هم مثلا خیلی کم اومدن امروز. آره به خاطر هم مناظره کم میان. میتونیم بحث خودمون شروع کنیم؟ آره بحث دیگه شروع کنیم، چون دیگه آقای خسروی هم نمیاد دیگه. حالا من قبل بحث یه دوتا نکته بگم. بگو. یکی عبادی گفتش که اختراع خط، نکته ای که در مورد تمدن اینه که اختراع خط ملاک تمدن نیست، بلکه استفاده همگیر از یک خط جدیده که ملاک تمدنیه. یعنی مثلا اکدیا وقتی میان استفاده همگیر میکنن در حکومتشون از اون خط اکدی، زمینه ساز شکل گیری یه تمدنی میشه به نام اکد. در مورد ارمنی ها هم که گویک عزیز گفتن، حالا اینکه زمینه چجوری پیش میاد، که یعنی یه سری فواصل میفته بین یک نژادی که در اصل با نژاد قبلی پیوند داشته، اما تصمیم میگیرن حالا به هر دلیلی یک خط جدید رو استفاده کنن که حالا این اتفاقاتش طولانیه،
از اونجا زمین ساز ایجاد یه تمدنی میشه به نام تمدن ارمنی. قبل از این خیلی ارمنی ها تفاوتی ندارن، اما یه حالا بر اساس اتفاقات تصمیم میگیرن خودشون رو جدا کنن، حالا یا دین یا فاصله جغرافیایی یا دشمنی به هر دلیل دیگه. این داستانی هم که ارمنی ها خط رو اومدن ابداع کردن، اون خط ارمنی رو، که یه بخشش به خاطر بحث مسیح ادب قطع باز شد محسن از کجا اینترنتت ضعیفه، میخوای تصویر تو قطع کن که اینترنتت کمتر. رفتی محسن؟ سمدام ما تصویر تو قطع کن که اینترنت تجمش کمتر مصرف شه. آره حالا میخوای صحبت تو ادامه بدم؟ الان چجوره؟ الان خوبه؟ الان داری صدام اوکیه؟ آره داریم عالی کیف همه چیه بوده. خب تا کجا داشتین؟ تا کجا شنیدین؟ تازه داشتیم ارمنی خط ابداع خط ارمنی. آها ارمنی ها هم حالا که من حس می‌کنم بیشتر به خاطر یکی مسیحیتی که قبول کردن و دوم به خاطر اینکه افتادن توی یه گوشه رینگ بین ساسانی و روم، شروع کردن یه هویت جدیدی برای خودشون ساختن و حالا یکی از بحث‌های هویتی و تمدنی همین خط هستش، که این خط ارمنی اینجا هستش که تولید میشه. دقیقا این دوتا نکته رو گفتم که دوستان بهش دقت داشته باشن. حالا این خواهید بحث رو شروع کنیم، شروع کنیم. بسی خب مایک دیگه فرمون دست شما. میتونم فعلا جنب آقای کاونت هم بخونه حرف بزنم؟ نمیدونم دوی دوستان زیاد حرف ندادن. آقای کانت ده مونت البروز کیه ایشون؟ بله بله بفرما. صدا میاد؟ بله میاد. بله بفرما. فکرم لگ داره صداش. خب میخوای شروع کن مایک دیگه، حالا فکرم صداشون نمیاد. شروع آخه اینه موضوع دیگه همونها بود. آره همونو به بالا میایم چیز بسیارتی کلاس. من اجازه دارم نظرم رو بیان کنم راجع به این صحبت ها؟ بله بفهم. خب در زمینه تمدن، خب از نظر واژه تمدن، خب بخوایم یه ترجمه مثلا برابر پارسیشو مثلا پیدا کنیم، شهرنشینی به گمان من میتونه نزدیکترین واژه باشه. اما بیشتر راجع به خط گفتگو کردیم. خط خیلی ارزشمنده تو بحث تمدن، اما به نظر من عنصر تمدن رو سه چیز می‌سازه: یکی زبانه، یکی خطه، یکی دیگه قوانینه. یعنی مردم تمدن یک مجموعه از قوانین مشترک دارن و با هم کنار اومدن سر این قوانین و کنار هم میتونن زندگی کنن همراه این قوانین. معمولا جایی که تمدن وجود نداره طبیعتا هم شما قانونمندی نمی‌بینید، قوانینی اونجا وجود نداره، یعنی هرج و مرجه طبیعتا. جایی هم که هرج و مرجه شهرنشینی رخ نمیده اصلا که بخوایم اونجا رو تمدن خطاب کنیم. پس به نظر من داشتن رسومات و قوانین مشترک به همراه خط و زبان که مشترکن و عنصر مهمین، اینا خیلی نقش مهمی دارن و باید با این ستا به نظرم یه تمدن رو نگاه کنیم. ولی آره سپاسگزارم. بسیار عالی. حالا تکمیل صحبتتون بحث رو حالا وارد بشیم،
با اون داستان تمدن و خط و یک جانشین و شهرنشینی. بریم روی ریشه شناسی واژه ها. تمدن توی اون فرم لاتین و انگلیسیش سیویل هستش که به سیویوس و ریشهش میرسه به کی یا کیان یا شاه. و در اصل میشه گفت توی فارسیش هم که شهروندی هستش باز این واژه شهر در پیوند با شاه هستش. یعنی وقتی مجموعه ای دور هم میان یک جانشینی رو ایجاد میکنن و همون قوانین رو بر اساس اون حاکم که حکومت میکنه و حکم میده که میشه شاه، میان بر اساس اون پیریزی میکنن، این در کل میشه گفت شکل اولیه تمدنه. که برگردیم به اسطوره های ایران توی شاهنامه، باز میبینیم این از کیومرث شروع میشه، یواش یواش میاد توی داستان جمشید، البته قبلش تهمورس خط میاد و توی جمشید به اوج میرسه. که حالا این بحث چیز هستش، بحث تمدن کلی بخوایم بگیم ریشه هاش. و حالا تمام این قواعد فرهنگی که وجود داره که به نوعی همون قوانینی هستن که میان نهادینه میشن توی یک جامعه، اینها باعث میشن اون تمدن غنی‌تر یا فقیرتر بشه. یعنی شما هر چقدر این ملاکاتون با اون معیارهای، حالا نمیشه گفت مثبت یا منفی چون هر جامعه‌ای فرق میکنه اون دیدگاهاش، ایدئولوژیایی که توش شکل گرفته، هر چی به اون معیارهای ایدئولوژی که اون جامعه نزدیکتر بشه میشه غنی‌تر میشه به نوعی، هر چی هم از اون معیارها دور بشه اون تمدن ضعیف‌تر میشه. که اینا همش نسبیه باز. و صحبتی هم که راجع به مرز در همین ارتباط هستش، این مرزها بعد از شکل‌گیری تمدن‌ها، این مرزها که حد و حدود رو مشخص میکنن برای اینکه بتونی شما از اون تمدنی که شکل دادی هم حفاظت بکنی، هم یواش یواش اون محدوده رو، اون حدود رو بتونی گسترشش بدی. این مرز هم به نسبت به همون در واقع به نسبت زمانی که تمدن های اولیه شکل میگیره، مرز ها هم شکل میگیرن، اون حد و حدود ها که حالا هم توی شکل قوانین میان تو اون شکل فیزیکا، همون مرزی، مرزهای کشوری و حالا شهری توی فرم اولیش. و حالا بچه ها اگه تو این زمینه صحبتی دارن بکنن، نظری دارن بدن، که من اون بخش دوم رو که مربوط میشه به ایران اولیه کجاست، حالا تمدن ایران اولیه کجاست، باید وارد اون بشم و بعدم حالا بقیه دوستان صحبتاشون رو بکنن. خب فکر کنم کسی نکته خاصی نداره. خیلی راجب ایران و جایگاه ایران اولیه کجاست، ما اگر بریم توی اون متون قدیمی خودمون مثلا حالا شاهنامه و خدای نمک ها، ما تو بازه زمانی جمشید واژه ایران رو داریم که تو شاهنامه پیدا میشه. یعنی بازه زمانی که ایران اونجا برای اولین بار اسمش میادش توی اواخر دوران جمشید هستش که فردوسی میاد میگه ایرانی ها توی ایران به دلیل اون حالا فسادی که توی سلسله جمشید ایجاد میشه میان شورش میکنن و دنبال یک رفرمی هستن، که ضحاک رو به عنوان کسی که میتونه دوباره یک اتحادی براشون ایجاد بکنه پیدا میکنن توی دشت نیزه‌وران و میرن سراغش. و خب بعد اون تمدن منتقل میشه به چیز، ولی تمدن اولی حالا ایران توی شاهنامه خدای نمک ها به این شکل نامش میاد. ولی وقتی رجوع بکنیم به متون حالا اوستایی و مثلا وندیداد، ما ایران رو حالا به دو فرم مختلفش که راجعش صحبت کردیم، یکی هریوست، یکم خود ایران ویژه، که این دوتا از تو همین متن مشخصی که دوتا جدان، یعنی آریا یا همون
آرامی به نوعی، این با ایرانویش یه ذره متفاوت هستش، حداقل تو متن وندیداد. توی متن وندیداد ما اون شهرها رو یا میشه گفت تمدن‌های اولیه رو توی چیز داریم، توی من این تلگرام ببندم که نوتیفیکیشن میاد اذیت. این توی وندیداد ما شهرهای چیز رو داریم، شهرهای اولیه رو داریم که تقریبا 15 تا شهر رو به ترتیب توی وندیداد نام میبره. اینا میگم وندیداد اون بخشی هستش که بعد از اسلام نگارش شده و حالا گردآوریش کی بوده، گردآوری اصلیش کی بوده، چقدر تغییر کرده و اینها، این خودش خیلی مهمه. اما 13 تا شهر رو باشه 15 تا 16 تا شهر رو 16 تا شهر رو نام میبره که اینها باز در پیوند با چی هستن؟ با تمدن جمشیدن که گفتیم جمشید با سومر در ارتباطه. ما اگه نقشه چیز رو ببینیم، نقشه سومر رو، شهرهای سومری رو بزنیم، من نقشهش رو پیدا کنم. بله نقشه سومر رو بچه ها میبینن نقشه رو؟ بله بله کامل عالی. خب ما یه سری شهرها داریم، از اون پایین شروع میشه شهرهای اولیه، او رو اریدو و روک و لارسا و لاگاش و اینها، اینا میاد به سمت والا ایسین و کیش و اینها، اینا به ترتیب از اون پایین شروع میشه که توی اون منابعی توی تحقیقات باستان شناسی اریدو رو به عنوان قدیمی ترین شهر معرفی میکنن، که از این طرف ما تو وندیداد این ایرانویج رو به عنوان شهر اولیه میدونیم. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که توی وندیداد داستان ایرانویج و اینها پیوند میخوره با سرما، و خب این نواحی که توی قسمت سومر هستن به هیچ عنوان اون شرایطو ندارن، که ما باعث شده خیلی از محققا و مفسرین بیان ایرانویش رو بیارن توی نواحی سرسیر، خیلی بردن توی نواحی سیبری و روسیه و اون نواحی، همون پازیری که جناب آقای چیز آقای دکتر، بعد خیلی هم جدیدن اومدن روی آذربایجان زوم کنه که آقای شهمیری هم یکی از اوناست که اومده مناطق سرسی رو توی همون نواحی آذربایجان پیدا کرده که ایرانویج اولیه رو اونجا مد نظرش هست. اما این برمیگرده به اون داستان چی؟ داستان مهاجرت هایی که رخ میده، یعنی از پایین به بالا این مهاجرت ها رخ داده، جمعیت ها رفتن و تاریخ و هویت و اون فرهنگ و اون داستان ها رو هم با خودشون بردن اون نواحی جدید، و بعد اومدن چیکار کردن؟ اومدن به خاطر گذر زمان و مسائل سیاسی و غیر سیاسی، فراموشی یا میگم از روی عمد، تحریف عمدی و سهوی، اومدن اون جغرافیای جدید و اون داستان ها رو سیم کردن با جغرافیای جدیدی که وجود داره توی ساکن بودن، و داستان که وندیداد باشه همونطور که گفتم مال بعد از اسلام، حالا نگارش چیزش هست، گردآوریش هست، حالا تو دوره ساسانی بوده توسط اون گروه هایی که تو دوره ساسانی به نواحی شمالی رفتن، غربتر رفتن، اینا گردآوری شده، این خودش جای تحقیق داره. اما اون چیزی که مشخصه از شواهد و اسناد و مدارک، تمدن جمشید که ایران بیش توش هست سیم که با اون تمدن اولیهی که ما توی سومر داریم، و ایران و جایگاهش رو همونطور که شاهنامه هم بهش اشاره میکنه باید توی نواحی جنوبی عراق امروز ببینیم، و این خودش نشون میده که لزوماً اون داستانی که اون تعریفی که ما از ایران اولیه داریم، خاصگاه ایران اولیه داریم، لزوماً نباید با مرزهای فعلی ایران ایران امروز سینک باشه، چون الان خارج از مرزهای ایران امروزه. و این موردیه که تقریبا خیلی ها بهش توجه نمی کنن و سعی می کنن اون مثل آقای شهمیری سعی می کنن اون ایران ویچ رو بیان توی مرزهای فعلی ایران جاش بدن، به خاطر اینکه اگه خارج از این مرزها بشه یه ذره شاید دوگانگی تحلیلی بهش برخورد بکنن و نتونن خیلی مسائل رو تعریف بکنن،
و اون پیوندهایی که تو ذهنشون درست کردن رو بتونن برای مخاطبشون چجوری میگم تشریح بکنن. و دیگه حالا این صحبت کلی بود راجع به ایران و ایرانویش، مکان اولیه‌اش. حالا بچه ها اگه با صحبتی دارن بکنه، اگه نه که محسن بره اون داستان بخش دوم رو توضیح بده. فقط یه سوال دارم راجع به همون قضیه تمدنه. تمدن رو دقیقاً آخه یه قضیه هم هست که مثلا تو خارج خیلی داریم میشنویم، اونم اینه که مثلا تمدن غرب، تمدن مثلا اسلام، تمدن مسیحیت، تمدن نمیدونم آفریقایی ها، معنا تمدن مثلا به قول آیه آبادی شوره و وی، الان به نوعی میشه گفت مرزبندی تمدن ها رو چی دقیقا در نهایت تعیین میکنه؟ ایدئولوژی ها تعیین میکنه، نژاد تعیین میکنه، مذهب تعیین میکنه؟ گری که توضیح دادش راجع به اون فرهنگ و متعاقب اون توی اون بحث فرهنگی هم صحبت کردیم، ایدئولوژی و اینها هم تأثیر مستقیم دارن روش. به طور کلی همه ایناش اون تمدنایی که حالا دستبندی میشن تمدن غربی، شامل اون شهرنشینی و قوانین و قواعد شهرنشینی هست که غربی ها دارن، که حالا تعریفش هم مشخص، هم بخشش مشخص، بخشش هم مشخص نیستش. واسه همین این به این شکل میایین جداسازی میکنیم. ولی خود این تمدن غربی هم اگه دقیق بشیم باز میبینیم مثلا توی یه کشور غربی مثل آمریکا با کشورهای اروپایی تمدن غربی خیلی متفاوته، و باز تمدن اسلامی هم همینطوره. یعنی تمدن اسلامی که تو ایرانه، تو افغانستانه، تو عربستانه، تو عراقه، تو مصر، اینا همش با هم متفاوته. و اینا تعاریف کلیه که حالا میگن نمیتونه چیز باشه، چجوری میگم، پاسخ کاملی باشه برای اون کسی که میخواد یک نقشه راهی برای خودش ترسیم بکنه که بگه من تمدن اسلامی میخوام. نه، اگه میخوایم میگیم اسلامی، باید بگیم مثلا مدل مثلا عربستان میخوام یا مدل مثلا اسلامی ایران امروز رو میخوام. این دقیق‌تر میشه و این شکلی شاید بشه مثلا به یک نقطه رسید. ولی کلی بخوام این تمدن غرب یک صحبت اشتباهی به نظرم. درسته؟ دیگه سوالی ندارم. بفرمایید عبادی جان. گویک صحبت داره. بفرمایید. یه سوالی داشتم. آیا ایلام هم جز اون قسمت سومر حساب میشد یا نه؟ منطقه ایلام امروز. ببینید ما اون شهرهای اولیه رو که میگیریم، شهرهای اولیه سومر، اریدو و اورو و اوروک و اینها، اینا با اون منطقه‌ای که تمدن ایلام شکل میگیره توش هست تقریبا ارتباط ندارن به نوعی. و توی بعد برگردیم به وندیداد، وندیداد سه مرحله گسترش جمعیت رو داره. یعنی هر 300 سال یه گسترش جمعیت بوده که جمعیت میرفته و شهرهای جدید و حالا تمدنهای جدید رو به نوعی شکل میداده. تو اون بخشای 300 سالهای بعدیه که ما ایلام و اینها رو هم میبینیم که اضافه میشن. یعنی باز اون ایلام میاد ولی توی قسمتهای بعدی، یعنی ایران ویچه نیستش. ممنون، واضح بود. حالا سامورایی عبادی صحبت داره. من فکر نکنم صحبتی بشه تا اینجا که درسته، همون اول هم لهم کردیم دیگه. خب محسن میخوای تو چیز کن اون بحث گسترشه رو برو، اگه صحبتی نداری روی این حرفای من، توضیحی نداری که بریم روی بحث دوم. روی این بحث ها نه، همین اتفاقا مرتبط میشه با همین داستانی که میخوام بگم. و اینکه حالا دوستان بس تمدن اسلامی شد، خود تمدن اسلامی خود چند مرحله داره. خب بذارید من ایران شهر رو بگم بعد برسم به اون تمدن اسلامیه. ایران شهر خب از نظر اون اولی شکلی اولیش بدون شک مبتنیه هم بر جغرافیا هست هم بر نژاد. یعنی جدا از اون بحث تفکر اندیشه که بعدن قراره خیلی روش بار بشه،
خواه ناخواه بر جغرافیا و نژاد تاکید داره. یعنی شما همون بحث داستان جمشید و ضحاک و اگر ببینید یا سومر و اکدی که هستش، اختلافشون هم نژادی هستش، هم جغرافیایی و هم زبانی. این تو مراحل اولیه شکل‌گیری ایران شهره. ایران شهری که هست یا ایرانی که هست، حالا به زعم خودمون که خودشون رو در جبهه خوب تاریخ دارن تعریف میکنن، حالا کاری ندارم این تعریف درسته یا نه، خودشون دارن جبهه سفید تاریخ تعریف میکنن، این به مرور که میگذره و میگذره میاد مبتنی میشه بر تفکر و اندیشه و از نژاد خارج میشه. یعنی اصلا چاره ای نیست، این جبر زمانه باعث یه همچین پیشرفت و اتفاقی در تفکر ایران شهری میشه. و شما میبینید توی این بحث اندیشه و تفکر ریشه های اولیش در دوره هخامنشی شکل میگیره، ولی خب خیلی نمیتونه پیشرفت کنه، میخوره زمین تا میرسیم به دوره ساسانی که میاد دوباره اون بحث رو میندازه جلو و پیش میبره، کاملا مبتنیش میکنه بر تفکر و اندیشه. بحث ایران و انیرانی پیش میاد که ما در همین ایران خودمون هم عربی داریم که ایرانیه، در مقابل عربی داریم که انیرانیه، همون حارسی که در جبهه روم و قسطانی ها داره میجنگه، این بر ما نومان و منذر و این خاندان ملوک هیره رو داریم که در جبهه ایران دارن میجنگه و ایرانی هن. برای ارمنستان هم همین اتفاق میفته، برای بخشی از هونها همین اتفاق میفته، بخشی از مسیحیت همین، یعنی هم دینها میبینید دین ایرانی به وجود میاد. اینکه میگیم دین ایرانی به این معنی نیستش که دین ساخت ایرانی ها هست، دینه میاد زیر مجموعه فرهنگ ایران شهری قرار میگیره، یعنی مسیحیته میاد در کنار زرتشتیگری در ذیل جبهه ایران شهری قرار میگیره. و کلن از بحث جغرافیا و جبر نژادی هم خارج میشه و مبتنی میشه به تفکر و اندیشه. حالا همین بحث در دوره بعد از اسلام هم پیگیری میشه توسط دو تا حکومت، یکی آل بویه یکی صفویه. آل بویه هم تا حدودی موفقه اما به دلایل مختلفی نمیتونه مسیرش رو ادامه بده. صفویه دوباره میاد همین مسیر رو ادامه میده و اونم موفقیت هایی رو داره. شما اگر صفویه رو بررسی کنید شباهت هاش با ساسانی و هخامنشی و این چهارتا که گفتم، یعنی هخامنشی، ساسانی، آل بویه و صفویه، از شیوه حکمرانیشون خیلی خیلی به هم نزدیکه. و نکته ای که بین آل بویه و صفویه هم هست دقت داشته باشید که اون مکان شکلی اولیه‌شون در نوایی هستش که بازماندگان همون خاندان‌های سابق ساسانی رفتن و اونجا، یعنی اون شمال تبرستان و دیلم و اینها، از همونجا اینا شکل میگیرن. بر همین خواه ناخواه از اون فرهنگی، از اون تفکره اینا دارن اطلاعاتی رو کسب میکنن. این یه سیری بود که شما میبینید در تفکر ایران شهری است. بعد در تفکر ایران شهری به خصوص در دوره متأخرترش هرچی میریم جلوتر ترکیب دین و سیاست رو داریم، یعنی تفکر مبتنی بر اینه که دین و سیاست از هم جدا نیستن. و البته این که دین و سیاست هم جدا نیستن و میزان این نفوذ دین در سیاست چقدر باید باشه خودش جای بحث داره، اینکه در دوره ساسانی چقدر بوده، در صفویه چقدر بوده، در جمهوری اسلامی که الان هستش چقدره و اینا مبتنی بر همون دوره قدیمه یا نه، اینا اختلافات و اینا داره، یه بحثش خیلی جداه. و نکته بعدی هم که دوستان دقت داشته باشن، همه این حکومت ها شیوه های به زمین خوردنشون خیلی نزدیک به همه، یعنی بارها از یک جا اینا گزیده شدن و متاسفانه درس عبرت هم نگرفتن و دوباره همین روند در طول تاریخ خیلی تکرار و تکرار و تکرار شد. اینو حالا بحث تاریخ تمدن اسلامی رو می‌خواستم بگم. تمدن اسلامی هم دوره اولیه‌ای که شکل می‌گیره تا تقریبا اوایل دوره عباسی به یک شکل داره پیش میره، چون خیلی هنوز اون اختلاف فقهی توشون عمیق نشده. از دوره عباسی که دیگه اختلاف فقهی هم خیلی توشون عمیق میشه و بعد دیگه تجزیهشون هم شروع میشه، آل بویه از این ور میاد و اون حکومت‌های فرعی، تمدن اسلامی هم دیگه نمیشه در اون ذیل تعریفش کرد و تقریبا جدا میشه. ولی تا اون دوره میشه ذیل یک تفکر واحد، چون اکثریت ذیل تفکر واحد هستن، دارن پیش میرن، حالا میرن شاخ آفریقا رو فتح میکنن، اسپانیا رو میگیرن و نواحی دیگر رو، ذیل تفکر دارن میرن و هنوز اختلافه به اون شکل جدی نیستش تا
این حدود میشه مثلا گفت تمدن اسلامی، چون دارن با یک تفکر اندیشه میرن، ولی از اونجا بعد اختلافات خیلی شدید و پررنگ میشه، مخصوصا دوره هارون و رشید دیگه درگیری های خیلی شدیدتری هم رخ میده. حالا این یک سیری بود از بحث ایران شهر و دوستان اگه میخوان صحبت کنن دیگه میتونن صحبت کنن. من یه چیزی اضافه بکنم راجع به مرزها، خود واژه مرز، این چیزی که محسن گفت میشه گفت یه جوری گسترش مرزها و تغییر تعریف مرز هم هستش، یعنی مرزهای فردی، یعنی اون زندگی بشری رو بخوایم شروع بکنیم از اون بخش فردی و حالا فقط خانواده و اون زندگی گلدوارش، این مرزها یواش یواش میاد تبدیل میشه به حالا ده و روستا، تمدنهای اولیه، مدنیت یا یک جانشینی اولیه، بعد گسترده تر میشه دولت شهرها، بعد میشه حالا چند شهری که میان تحت یک طرح حکومت و حاکم قرار میگیرن و همینجوری گسترده تر میشه و امروز هم این بخش تمدنی حالا اتحادیه‌های بین کشورهای مختلف، یعنی مرزه هی داره اون خودش هم تغییر میکنه با تغییر تعاریف و نیازهایی که به وجود میادش، یعنی توی دوره هخامنشی و ساسانی نیازها به نوعی هی داره تغییر میکنه، یعنی ساسانی نسبت به هخامنشی و هخامنشی نسبت به قبل‌تر خودش، و همین باعث میشه که یک سری تعاریف جدید هم برای اون حالا ایران شهری یا اون تمدن بزرگتر بیاد و اضافه بشه به بقیه تعاریف و نیازها. دقیقا این نکته رو هم درست اشاره کردید، من فراموش کردم بگم که بحث ایران شهری یک نرم افزار کلیه که جزئیاتش طبق اون زمانه باید تغییر کنه و مدرن بشه، این اصلا یک چیزی بود من خودم فراموش کردم. اگه اجازه هست صدام خوب میاد یه نکته اضافه کنم. صدامو دارین؟ بفرمایید. یه موضوعی هم در مورد کلن تمدن ها و کشور ها هست، اینه که خیلی وقتا میشه اینا رو به یه خانواده، بهتر بگیم خاندان تشبیه کرد، و اینکه خیلی از خاندان های مهم و موفق اگه شما دیده باشین همه یه سری افراد هستن و خیلی وقتی یه سری خونه اصلی هم دارن، مثلا خونه فلانی ها. این چیزا توی هم ایران هم مثلا کشورهای مثل انگلیس و اینا دیده میشه، و میخواستم یه در واقع تشبیه رو ارائه بدم که به بحث ما کمک میکنه، اینه که ما میتونیم بگیم که خانواده ایرانی هستیم و ایران هم خونه ماست. حالا ایران فعلی الان خونه ماست، میتونسته خونهای قبلی ما مثلا حالا یکم دور از اینجا باشه، و اونجا که گفته بودیم خب ایران قدیمی الان خارج از مرزهای الان ما میتونه باشه، این آنقدر چیز مشکل آفرینی نیست، چون که در اصل خانواده هست، خونه هم مهمه، ولی محور اصلی خانواده است که چیزها رو معین میکنه. اینو گفتم که در نظر داشته باشین تا سر جا و مکان به مشکل نخوریم. ما توی چیز هم همین داستان داریم، توی در ارتباط به خود ایران هم خانواده داره تصمیم میگیره ایران کجاست، و میگم ایران اولیه الان توی عراق، ولی ایران فعلی جاش عوض شده، این صحبتی که کردیم میتونه توی این قالب قرار بگیر. درود بر شما، اجازه دارم گفتگو کنیم؟ بله بفهم. چند تا پرسش مهم باید پیش بیاد حالا که راجع به مرز ایران صحبت کردیم. یه نکته اشاره کردیم، اینی که مسئله ایران شهر یه چیزی به برداشت من شبیه مکتب فکریه، من همچین احساسی رو داشتم، یه مکتب فکری که باعث میشه یه بالا جنبه و یه قوانین خاص خودش رو داره، حالا این قوانین میتونن به مرور زمان تغییرم بکنه. اما یه سوالی که برای من همیشه پیش میاد به بحث ایران شهری نگاه میکنم اینه که خب ما گفتیم توی تمدن، بحث تمدن، ما خط داریم، زبان داریم یا قوانین داریم،
و همیشه پرسش من این بود، میگفتم که خب برای نمونه اکنون ما ایرانی ها زبون مشترکمون رو فارسی میدونیم، ولی اگه توی ایران شهر مثلا تصور کنیم جمعیت کردا بیشتر بشه و زبان کردی بیشتر گویش بشه، یعنی زبان رسمی ایران شهری باید کردی بشه، مثلا یه همچین تغییراتی ممکنه درونش در طول تاریخ به وجود بیاد، یعنی این محدودیت زبانی چی جوریه؟ این اقوامی که همه توی این ایران شهرن آیا حتما باید به زبان فارسی مثلا گفتگو کنن؟ یا اگه زبان ترکی جمعیت بیشتری داشته باشه و گویش بران بیشتری داشته باشه باید تغییر کنه و همه شروع کنن به ترکی با هم حرف بزنن مثلا، به چه شکلی؟ یا حتی تو خط هم این وجود داره، یعنی خب اکنون ما خط کوفی عربی خب می‌نویسیم، حالا گرچه ایرانی ها خیلی نقش داشتن تو دگرگونی این خط، خیلی نقش زیادی داشتن، ولی ما اکنون داریم به خط فارسی عربی می‌نویسیم. حالا یه پرسشی میاد وسط، اگه مثلا شما تصور کنید فرض بگیریم خط لاتین مثلا بین یه گروهی از اقوام تعدادش بیشتر میشه، کاربردش بیشتر میشه، یا خط ارمنی مثلا کاربردش بیشتر میشه، آیا باید اون خط هم مثل اون زمان تغییر کنه به سمت مثلا خط ارمنی؟ مثلا دیدگاهتون رو می‌خواستم در این زمینه بدونم. یه دونه مورد دوم آخرمه، آل بویه. خب تا جایی که من راجع بهشون مطالعه میکنم اینا، حالا خیلی باور دارن شجرنامه ای که آل بویه درست کردن شجرنامه دروغینه، یعنی نسل و نسب اینا به ساسانیان نمیرسه، و حالا بعضی ها تعبیر میکنن نسل و نسب اینا به ماهیگیران میرسه، یه گروهی از ماهیگیران بودن، و خب میخواستم برای اینکه مشروعیت به حکومت خودشون در اون جغرافیایی که هستن بدن، خودشون رو به ساسانیان نسبت بدن که این کار رو خیلی از خاندان ها هم میکنن، و خب میخواستم بدونم نظر شما راجع به این دو مورد چیه؟ محسن میخواد تو جوابو بده بعد منم روی بخش بعد بخش دیگه. در مورد این بحث نسب شناسی که گفتین چند تا مبحث هست. اول اینکه آل بویه حتی اگر نسبش هم به ساسانی ها نرسه، من اشاره کردم خواه داره در فرهنگی ایجاد میشه که پر از خاندان‌های ساسانیه، یعنی باوندیان که نسلشون به باوند و همین برادر خسرو انوشیروان میرسه در اون نواحی هستن، حکومت دارن سالها و فرهنگشون اونجا هست. این حتی اگه نسبم نرسه خواهناخا دارن تو اون فرهنگ میان بیرون، از دل اون فرهنگ میان بیرون. این اولین نکته. دومین نکته اینه که بحث نسب رو دوستان یه ذره خیلی جدی میگیرن. مثلا زمانی که ساسانی‌ها از بین میرن، شاهزادهای ساسانی دیگه جایگاه و منزلت اجتماعی بالایی ندارن و نوادگان اونها هستن شاید بشن یه چوپانی، یه کشاورزی، یه چیز خیلی ساده و سطح پایینی و جایگاهشون رو از دست بدن و نسل اینها ممکنه خب نفرات دیگه‌ای به وجود بیان که بتونن دوباره قدرت رو به طریقی به دست بگیرن. اینم باید در نظر داشته باشه که انتظار نباید داشته باشیم که آل بویه مثلا نسل در نسل یک سری افراد خیلی معروفی در تاریخ. من یه تکمیل تو صحبت همین چیزی که گفتیم و در ارتباط با خود ساسان تو شاهنامه همینو داریم دیگه، میره زندگی چوپانی میکنه و از اونجا دوباره میاد. بله بله دقیقا. حتی الان خود شاهزادهای قاجاری دیگه الان معروفن دیگه در دوره ما، چقدر از اینا هستن تو اینستاگرامم اکانت دارن و میان خودشون معرفی میکنن که ما از نسل شاهزادهای قاجاری هستیم، ماشاءالله حرمسرا هم داشتن، جمعیتشون از ایرانه. بعد اینا خیلی مهم نیست. الان یکی از همینا ممکن فرض کنید برگرده مثلا بیاد بره طالبان رو شکست بده، افغانستان فتح کنه، اونجا یه سلسله قاجاری دوباره ایجاد کنه، یه چیز خیلی دور از ذهنی نیست. این مثلا تو ذهنتون این نباشه که حتما باید کله گنده باشن، معروف باشن فلان، اینو دقت داشته باشید. حالا تازه فرض رو به این میذاریم که نسبه چیزه صحیحه، اگرم دروغ باشه خود به خود همون فرهنگه اومدن. این صحبت من همین بود. روی چیز محمد راجب زبان، زبان رسمی و اینکه مثلا اگر اون چی میگن کثرت جمعیتی یک زبانی بیشتر شد نسبت به زبان فارسی، گویش فارسی، این چه اتفاقی میفته؟ آیا ما باید بیایم چیز بکنیم، بیایم اون زبان جدید رو که اکثریت هستن بپذیریم یا نه؟ ببینید به صورت طبیعی، سیر طبیعی این رو انتقال میده، یعنی چیزی نیستش که من یا شما بخوایم جلوش رو بگیریم
یا بتونیم مثلا جلوشو بگیریم یا حکومتی بخواد این کارو بکنه توی اون لحظه‌ای که کثرت ایجاد شده. هر کاری قرار انجام بشه قبلش هستش. ما اینو توی دوره هخامنشیان، تو دوره اسلام تمام اینها داریم، میبینیم که اون جمعیتی که حالا هخامنشیان میان روی کار به دلیل اینکه اون زبانی که جاری بوده توی کل جامعه، یعنی یه زبان رسمی بوده مثل الان زبان فارسی، با اینکه اون حالا در مورد اعراب بعدن جلوتر میگم، زبان اکدی و آرامی و اینها زبان جاری توی کل اون دنیای متمدن اون موقع بوده، زبان فارسی به عنوان زبان رسمی استفاده نمیشه، با اینکه حاکم ها فارسن. همین اتفاق برای مثلا حاکم هایی که ترکی زبانن یا حالا اصالتی ترکی هم دارن توی داستان حکومت ایران پیش میاد، یعنی زبان فارسی به عنوان زبان رسمی که توی کل جامعه جاری بوده، به صورت رسمی پخش بوده، پذیراش بودن، این زبان استفاده میشده توسط حتی حاکم هایی که ترکی زبان بودن. به نوعی روی اصالت نژادی نمیخوام صحبت بکنم چون محسنم یه اشاره هایی کردش. در ارتباط با دوباره اعراب ما همین رو داریم، اعراب که میان این زبان رو میان به صورت چیز، به صورت حالا جبری میان برمیگردونن به ظاهر بشه به زبان عربی، ولی یک خواستگاه و پایگاهی این زبان عربی که نزدیک هستش به اکدی قبلا داشته، یعنی چیزی نبوده که یک اقلیت زبانی باشه، واسه همین زبان عربی میاد و اون جایگاهشو تو اون قلم رو باز پیدا میکنه، به اضافه اینکه حالا اون درگیری هایی که داشتن با ساسانی ها و اینها باعث میشه که اون جمعیت حاکم فارس یه بخشیشون برن توی حاشیه و دوره، حالا تو دوره های بعدی زبان دوره احیا میشه، یعنی زبان فارسی که توی دوره ساسانی و تقریبا میشه گفت یه به نوعی شاید اشکانی میاد جاشو باز میکنه تو ایران به عنوان زبان رسمی، چون یه حکومتی که از دوره هخامنشی تا حالا یه بازه کوتاهی اون سلوکی ها اینا رو بزنیم کنار یا ملوک و طوایفی رو بزنیم کنار، ما حاکمان فارس داریم و داره با اون ایدئولوژی که دارن این زبان رو دارن تبلیغ میکنن به نوعی، و این زبان به این شکل میاد جا میفته. حالا جلوتر بریم اگه اون ترکیبای جمعیتی و زبانی برعکس بشه، حاکم ها مثلا تغییر بکنن، حکومت هایی که تمرکزشون مثلا رو زبان ترکی یا کردی یا عربیه اونها بیان سر کار، همه اینا باعث میشه که این زبان تغییر بکنه، زبان ایران شهری. ولی در اصل مشکلی که امروز خیلی از ایران شهری ها، اونایی که ادعای ایران شهری پان ایرانیست دارن، هستش رو ایجاد نمیکنه، چون ما تو دوره هخامنشیان که پارسیان هستن، خالص‌ترین پارسیان به نوعی هستن، ما زبان رسمیمون پارسی نبوده تو کل این قلمروشون، و این مسائلی که حالا امروز توی ذهن ها هستش چیزاییه که ساخته اون تفکرات پانیسته بیشتر. حالا اینم نمیدونم پاسخ قانع کننده بود یا جوابتون رو گرفتین یا نه، ولی این دیدگاه حالا ما هستش. متوجه شدم. بعد حالا یه پرسش دیگه ای هم برای من پیش میاد حالا این وسط، چون یکم هم در واقع خیلی مربوط به دوره الان. خب شما کافی یک نسل جوانتر ایرانی ها رو نگاه کنین، به خاطر اینی که زبان انگلیسی زبان حاکم در اینترنت بوده، یک نفوذ بسیار عجیب غریبی داره توی زبان فارسی، اصلا یک ورود خیلی عجیب غریبی داره، به اندازه‌ای که من افرادی رو میشناسم دنیا این نفوذ هستش. آره تو کل دنیا این نفوذ پیش اومده به خاطر اینکه زبان رسمی اینترنت دیگه زبان انگلیسی، و بیشترین تقریبا فکر کنم 50% زبانی که استفاده میشه تو اینترنت انگلیسیه و ما بقیه زبانهای دیگه تشکیل میدن. خب پرسشم اینه، آیا باید در برابر این حجم وارد شده از طریق اینترنت که عملا یه جوونی و مثلا حالا خیلی سخت نیست، کافیه برین تو خیابون اینا رو زیاد میبینید که عملا شاید حتی برابر پارسی یا حتی فارسی واجم نمیدونن، یعنی نمیدونن تو ایران چه کلمه یا باید به کار ببرن و به جاش واژه‌های انگلیسی رو خیلی خوب بهتر بلدن، خیلی بهتر میدونن.
خب این یه پرسشی تو ذهن من ایجاد میکنه، آیا باید اینو بسپاریم به زمانه و بگیم خب زمانه همینه، یه زبونی میاد و غالب میشه، یا باید گارد بگیریم علیه این اتفاق؟ دیدگاه شما چیه؟ ببینید کلن ما تو بحث زبان باید ببینیم کاربرد زبان اصلا برای چی بوده. اینو یه بارم توضیح دادیم ولی بازم بد نیستش اینجا تکرارش بکنیم. ببینید زبان ایجاد شد که ارتباط ایجاد بشه بین نوع بشر. حالا توی داستان سومری و اون داستان ابراهیمی، ادیان ابراهیمی، اون برج بابل و اینها، ما میبینیم که به خاطر اختلاف حاکمان توی داستان سومری، به خاطر اختلاف حاکمان برای اینکه بتونن هر کدومشون حکومت بکنن، یکی از معلقه که میان تفرقه ایجاد میکنن باهاش بین جوامع زبانی، یعنی تغییر زبان ما از اون زمان داریم به صورت اساطیری. زبانهای مختلف و گویشهای مختلف که بعداً خط هم میاد کمک میکنه به این داستان، اینا میاد شکل میگیره برای اینکه شما رو جدا بکنه از هم. پس هر چیزی که به ما کمک بکنه که ما زبان مشترکی با بقیه مردم دنیا داشته باشیم، ما رو نزدیک میکنه به همون تفکری که حالا ما میش میگیم ایران شهری. توی تفکر اسلامی زبان عربی رو که زبان دینیه به عنوان زبان مشترک کل مسلمانای دنیا روش تاکیده. یکی از دلایلش همینه. توی داستان ایران شهری حالا این زبان فارسیه. زبان فارسی میتونه نزدیک بشه به انگلیسی، انگلیسی میتونه نزدیک بشه به فارسی، ولی در نهایت اون چیزی که روند زبانی پیش میاد، به خاطر حالا اگه روی زبانها دقیق بشین میبینین که توی اکثر زبانها ما چیز داریم، چی بهش میگن، استرس داریم روی بخشای مختلف کلمه. توی فارسی اونایی که گویشور فارسی هستن این استرس ها کمترین حد خودشه و یه روانی خاصی رو پیدا کرده. اینم به خاطر اون تغییرات، یعنی دریافت های زیادی هستش همه گویش های مختلفی که دور و برش بودن داشته. خیلی میان میگن مثلا حالا پانتورکا اینا میگن 40% زبان فارسی مثلا ترکیه، 50% عربیه، 80% کردیه، یه همچین مزخرفاتی رو میگن به عنوان اینکه مثلا اون زبان رو تأخیر بکنن، در حالی که این جزء مزیت یک زبانه و شما هرچی زبانتون پیشرفته تر باشه، کامل تر باشه، به اون کمال خودش رسیده باشه، باید همه این مراحل رو طی کرده باشه. انگلیسی هم در نهایت میرسه به یه چیزی نزدیک به همین فارسی امروزی، یعنی اتوماتیکوار اون سیر تاریخیش رو اگه تکاملش رو طی کنه به همین مرحله میرسه، چون اون قواعد بسته چیز رو، عربی رو که حالت خیلی نظم داره، دستوری داره، تو زبان انگلیسی هم ما نداریم، با اینکه دستور زبان براش درست کردن، ولی اون شاکله اصلیش که همچین خصوصیتی رو نداره و یواش یواش که جلو بره اون همین روانی که فارسی هست رو پیدا میکنه. و مسلم همونطور که من فارسی زبان امروز به فارسی باستان هیچ آشنایی حالا شنیداری نمیتونن داشته باشم، یعنی یکی فارسی باستان صحبت کنه من متوجه نمیشم، بعدن هم بعد گذر زمان که زبان فارسی دوباره حالا یه سری لغات میان یا تغییراتی پیدا میکنه با فارسی امروز تفاوت خواهد کرد. اما نکته مهم اینه که ما توی حفظ اون بخش فعلی یعنی زبان فارسی امروز یا بقیه زبانهایی که بومی هستن تو اقلیتن، باید تلاش بکنیم اونها رو حذف نکنیم. اینا باید حفظ بشه توی سیستم آموزشی و دانشگاهی، حتما باید تدریس بشه درست و اصولی تا ارتباط و پیوندمون با گذشته، با متن‌های گذشته قطع نشه. اینکه تو آینده حالا زبان فارسی این شکلیه یا یه شکل دیگه به نظر من چیزیه که اهمیتی نداره و یواش یواش اصلا تغییر میکنه چه بخوایم چه نخوایم. من هم قبل از که دوستان صحبت کنن این نکته ای بگم، این چیزی هم که حالا هست برای بحث زبان فارسی که اگرم ما دنبالش باشیم الان حداقل تغییر خیلی شگرفی نکنه، یکی از دلایلش اینه که اگر الان خیلی تغییر اساسی کنه به هر دلیلی، ما دیگه پیوندمون رو به خیلی از کتابهایی مثل کتاب تاریخ طبری و دستاتی که ما هنوز اینا رو میتونیم به راحتی متوجه بشیم، بخونیم، مفاهیمشون رو درک کنیم، اما این اختلاف اگر به هر دلیل ایجاد بشه
حالا یا در اثر تهاجم فرهنگی یا انتخاب مردم برگردن به اون زبان‌های قبلی، این پیونده رو دست میدیم و خب دوباره بعد همینا رو بشینیم بازنویسی کنیم، کلی هم دردسر فرهنگی ایجاد میشه. مثلا هم اتفاقی که تو ترکیه افتاد، خطشون اومدن یه دفعه تغییر دادن. این تغییر یک دفعه‌ای مثلا ضرر داره. بعد و اینترنت و اینها هم تو یک سال این مشکل تو نسل جدید ایجاد کرده، یعنی دارن اون تغییرات یک دفعه‌ای از اون داستان تهاجم فرهنگی همینجاست. یه بخشی از اون تهاجم فرهنگی روی تغییرات زبانی یک دفعه‌ای هستش که این میتونه ضرر بده، ضرر بزنه به یک جامعه. دقیقاً. خب فکر کنم آقای عبادی فکر کنم زودتر دستشو بالا برده بود، میخوای صحبت کنم آقای عبادی؟ بله، به نظر من باید توی روی زبان یکی محافظه کارتر بود، به عنوان اینکه یه شخص مثلا میبینیم وسط مردم کلمات انگلیسی استفاده میکنن، بیشتر به خاطر این نیست که انگلیسی به اصطلاح یه توانایی قوی تری داره به زبان ما تهاجم میکنه، یه کار غیر طبیعی میکنه. مثلا ما خیلی کلمات تو همین فلسفه، تو همین نمیدونم علوم تجربی استفاده میکنیم که انگلیسیه، هیچ ایراد خاصی هم نداره اصلا بمون مثلا مثل عربی. ولی این روی کارهایی که مثلا نسل جوان جدید میکنن خیلی متفاوت تره، داره کلن قالب زبان رو عوض میکنه، یعنی جدا میکنه. گاهی وقتا دیگه ایرانی میخوام با هم حرف زدن، حتی حرف زدن همدیگر هم متوجه نمیشن. یه مثلا خیلی ریزیه، ولی همچین اتفاقی میفته. به نظرم باید یکم بوکر محافظه کارانه تر باشه و همینطور تقویت بشه، اون زبان توی ملت تقویت بشه، تا مثلا وقتی که یه زبانی تهاجم میبره به یه زبان دیگه، حداقل اون زبان از خوبیش بهره ببره. مثلا ما از خوبی‌های انگلیسی بهره ببریم، از علومی که ایجاد کرده. نه اینکه نمیدونم مثلا کلمه‌ای مثل اگزاجریت و نمیدونم فلان و بهمان و اینا ده اتصالا قد شد. نه هستی صدا تر هستش آمد تصویر رفت. خب باید همچین کاری بکنیم و به نظر من اینطوریه برای اون زبان جمعی هم، یعنی که چه کاری بکنیم. خب اجداد ما هم این تجربه رو داشتن توی تاریخ معاصر به خاطر بحثایی مثل ملیگرایی و اتحادها و خیلی رفتیم قد شد. خب گویک شما، من میخواستم یه نکته اضافه کنم که زبان یه چیز پیشرونده است. مثلا همین دوستانی که الان میگن کردی، نمیدونم لوری، اینا خب خیلی هاشون از همین فارسی های قدیم اومده و گویش هاشون متفاوت شده کم کم به مرور زمان به طول تاریخ. حالا اونا ما متوجه نمیشیم و تبدیل به یه زبان جدید شده، ولی در اصل ریشه هاش یکی بوده در طول دوران و با فاصله گرفتن خب زبان ها همونجور که ما الان نمیتونیم متوجه، همین اتفاق هم برای ما اتفاق خواهد افتاد اگه بخوایم زیادی برمیخر بریم. مثلا شما الان از یه کشور ترکیه میپرسی، خب اونا میگن آه مولانا مثلا ترکیه نمینه اینه اونه، ولی وقتی ازش پرسی خب یه شعر از مولانا بخون، متوجه نمیشه اینو. و این پیوند زبان ما که الان خب ما هنوز میتونیم شاهنامه بخونیم، هنوز میتونیم نظامی بخونیم و تمام اینا، خب این پیوندها و انتقال این نسل به ما، انتقال اون تجربه به وسیله همین زبان بوده. و خب یکی از نقطه قوت زبان فارسی همون قسمت دیوانیش بوده که تالا حفظ شده، چون غزنویان هم که اومدن به خاطر داشتن اون خط فارسی اون دیوانی بودن این زبان حفظ شده. اما راجع به انگلیسی هم همینه، اینا خب زبان فاتحان جنگ جهانی دومه. وقتی شما فاتح میشی همینطور اتفاق برای همه افتاد. وقتی عرب اومدن و فاتح شدن تو همه کشورها، زبان یونانی، زبان فارسی، زبان تمام اون زبانهای خرد زبانها از بین بردن. مثلا الان شما میگید سوریه‌ها عربن، در حالی که اینا اصلا عرب، در حالی که اصلا زبانشون و همونطور که میدونیم سوریه‌ها منتقل به روم بودن، خیلی هاشون مثلا سیستم و طرز تفکرشون رومی بود. عراقی‌ها خب همونطور ایرانی بودن، یعنی تفکرشون اصلا ایرانی بود. حالا اون خط کوفی هم دوباره از ایرانی میومد، یه طرز نگارش ایرانی بود، اصلا عربی نیست اون به طور کلی. ولی خب
زبان فاتحان که اون زبان انگلیسی، خب اینا فورس میکنن میان مثلا میزنن توی اینترنت و شما به خاطر داد و ستد مجبور این زبان ها رو بلد بشی. اما نکته بعدی که وجود داره اینه که مردم اینو چی میگن به فارسی کلاس میدونن. مثلا من یک دو تا کلمه انگلیسی بلدم، الان دو تا کلمه رو بندازم، مثلا من خودم تلاش میکنم تا اونجایی که میتونم از زبان از جمله فارسی استفاده کنم، در حالی که اینجا مثلا به یه فارسی زبان میرسم، من خب تو آمریکا هستم، یه فارسی زبان میرسه اینجا مثلا باش فارسی صحبت کنه، شروع میکنه انگلیسی صحبت کردن، مثلا وانمون تو فارسی نمیدونم، بابا تو دو سال پیش از ایران اومدی چجوری فارسی بلد نیستی؟ و اینو خب افتخار میدونن که به نظر من اصلا افتخار نیست. دانستن زبان چیز خوبیه ولی پایبند بودن به ریشه ها افتخاره به نظر بنده. اینجاست من اینکه الان تو خونم شاهنامه دارم و به نظر من بزرگترین کتاب واسه من که داشته باشم تو خونه این افتخاره. حالا میتونم 4 تا انگلیسی هم بغلش بخونم، ازش استفاده کنم، خیلی هم خوبه، خیلی هم مفیده و میشه استفاده مفیدی ازش کرد. و زبان پیشرانده مثلا ما مشکل، یه چیزی که تو انگلیسی هست خیلی خوبه تو زبان دیگه من ندیدم، داشتن فعله. مثلا فعل تو زبان انگلیسی خیلی زیاده که مثلا معادلش رو تو فارسی ما نداریم. خب اینا میان به طور زمان جایگزین میشن یا اختراعات جدید. مثلا ما واسه تلویزیون چیزی نداریم که جایگزین کنیم، یه کلمه هیچ موقع نبوده چون مثلا ما تلویزیون نداشتیم، حالا از غربی هم اومده این تلویزیون جایگزین شده، زبان فرانسویه استفاده شده، داریم استفاده میکنیم. یا مثلا کلماتی که مثلا اشتباه تلفظ شده، مثلا همین کلمه آکپن کلمه استفاده میکنیم، مثلا این UK برند بوده یعنی مید این انگلستان، و اینا چون بعد بنادر می اومدن این UK و آکش میکنن گفتن آکپن. یا آدامس مختره اسمش آدامس بوده، الان ما میگیم آدامس، در حالی که مثلا قبلا میگفتیم سقز، حالا ترکا میگن سقز مال ماست، نه سقز مال همه است، همه سقز. من ترکی هم یه خورده میفهمم، پدرم مال منطقه زنجانن. ولی خب همینطور ترکا فرقی نمیکنه، الان اونا اومدن تو ترکیه، شما اگه شاید 90% جمعیت ترکیه نه مال آسیای صغیرن، نه مال چینن، نه مال اینان، نه هم ساکن اونجا بودن، یونانی، ارمنی، ایرانی اونا بودن که الان به خاطر اون تغییر زبانشون الان از فرهنگ جدا شدن اگه حساب کنیم. و خب حفظ زبان فارسی به نظر من مهمه که پیوند ما رو نگه میداره. ولی همینطور که گفتید الان شاید ما خط هخامنشیان رو نفهمیم یا زبان اونا رو نفهمیم الان و از دست دادیم، حالا مجبوریم که مترجم بیاریم، خط و خطی واسه ما بخونن، که من روی اینم خودم مشکل دارم که اگه این زبان مرده این بابا چجوری دارن این خط رو میخونن. خب این خودش یه سوالیه. یا کربن 14 که تو جدول نیست پیدا کردم، من نمیدونم از کجا. یا اون وقت هم دیگه یه مجسمه میسازن تو هالیوود میبرن یه جای دیگه میذارن، میگن این مال 3000 سال 5000 سال پیشه. خب اینا هست همیشه و این اتفاقات میفته اگه ما نتونیم خوانش کنیم اون تاریخمونو، اگه نتونیم خوانش کنیم اون فرهنگمونو. باعث میشه که دکتر نراقی میگفت مردم ایران با تاریخ بیگانه، و این خب یکی از مشکلات و یکی از بدبختی های ماست، خوبی های ما نیست، ما این بدبختی رو داریم چون هر چیم دارن به خوردمون میدن به دلیل اینکه خودمون نریم بخونیم اینو یاد میگیریم. اینو میگفتن مثلا من بچه که بودم، یه کتاب ارمنی هست به نام ساسنات، مثل شاهنامه است، حالا شما شاید آشنا باشید باهاش، ولی مثلا اینو میگفتن پادشاه مصر حمله کرده به ارمنستان. من همیشه میگفتم آخه مصر که حمله نمیکنه به ارمنستان، بغداد بود، عراق بود. من خب اومدم دو تا چهار تا کردم، خب این عراق بوده مصر، مصر تو عربی شهر بزرگه، نه مصر الان، فرق نمیکنه. این فرهنگ عربی رفته تو مصر الان که غبتن کپتن، نه مصر، ولی خب این الان شده عربی، الان میگن خب این مصر، این عربه. همینجور میتونن فرهنگ ما رو عوض کنن و تاریخ قلابه به ما بدن، مثل اینکه بگن آذری‌های عزیز ایرانی نیستن، اینا ترکن، از کجا اومدن؟ برای که ما ببینیم تا سال 300-400 سال پیش اینا فارسی صحبت کردن، به خاطر داد و ستدی که با عثمانی داشتن کم کم این زبان ترکی حاکم شد اونجا و مردم شروع کردن. یا مثلا صفوی خوشا سال سالان کردن، مثلا ترک نیستن. و الان مثلا اینا از اینا میپرسه او نگاه کن این حاکم ایران ترک نه، اینا ترکی صحبت میکردن ولی اصالتا ترک نبودن. حالا خیلی از اینای دیگه. و یه نکته دیگه دوست عزیزمون که میگفت اینا مثلا آل بوی مال ایناست، مشکل اینه که ما میایم این فارس و ساسانیان و همه اینا رو خیلی یه خاندانی نگاه میکنیم. مثلا وقتی میگیم اشکانیان، اشکانیان یه تیره از پارتیان بودن، پارتیان خودشون خیلی زیاد بودن و اشکانیان جزی از اونا بودن. یا وقتی میگیم پارسا، پارسا خیلی ها بودن، یه ساسانیان و هخامنشیان جزی از اونا بودن، جزی از اون طیف بودن.
و نکته دیگه ای که من همیشه فکر میکنم دنبالشم که پیدا کنم این خاندانهایی هن که ما میدونیم از بین نرفتن، خاندانهای قدرتمند فقط تغییر نام دادن، تغییر شکل دادن و الان هم وجود دارن. به همین طریق ساسانیان هم الان یکی میاد میگه او سن آل بویه مال ساسانی بود. خب این خاندان ها که از بین نرفتن، خاندان کارن یا همین خاندان مامیکونیان حاکم تو ارمنستان، اینا لور بودن نرست، اینا مال منطقه مهمسانی و غیر وزارگ، حالا اسم ها عوض شده ولی حالا دارن تو تاریخ جدید میگن اینا از قفقاز اومدن، نه میگن از آسیای صغیر اومدن، اصلا تاریخ جعلی میسازن. ولی خب اگه بتونیم این فارسی رو حفظ کنیم و بخونیم این ارتباط ما حفظ میشه. اینو من میخواستم اضافه کنم اینجا. و توی تکمیل صحبت ها و ربطش به تمدن، بحث این گفتمانمون، ما اگر پیوندمون با گذشتمون، با خطمون، با زبانمون، با اون زبانی که جاریه، زبانی که داره فرهنگ گذشتمون و اون چیزی که از گذشته برامون مونده رو داره برامون تعریف میکنه، باز تعریف میکنه، ثبت کرده، ما اگه پیوندمون با اون قطع بشه، راه رو برای تغییر تمدنمون باز میکنیم. و اون بحثی که حالا عبادی کرد، حالا تمدن اسلامی میاد، تمدن عربی میاد، تمدن انگلیسی میاد، تمدن غربی میاد، اینا جا باز میشه واسه اون تمدنهایی که راحت تر بیان، جای خالیه دیگه، میان قرار میگیرن. و حالا اون تمدن و اون فرهنگ آیا با اون چیزی که برای ما هست، برای این سرزمین هست، آیا مناسبه یا نه، این دیگه حسابش با کرم الکاتبین میشه که اون چیزی که داریم میبینیم حداقل تو بحث زبانی میبینیم چقدر مشکلات الان داره ایجاد میکنه. همین تغییر یک دفعه‌ای زبان که توی نسل جدیدمون پیش میاد، پیش اومده و البته یه سری رفتارهای دیگه، حالا میشه گفت ناهنجاری‌های فرهنگی که تو نسل جدیدم با همین سیستم شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده و این باعث میشه که شما بی تمدن بشین تا یه تمدنی بیاد جای اون تمدن شما رو راحت بگیره. حالا یه بحثی تقریبا ربطم پیدا میکنه با اون سوال و پرسش آخر. مایک هم رفتش؟ آره مایک رو نمیبینم. هی میره میاد، حالا نمیدونم مشکل داری یا نه. بعد اون بحث گسترش حالا این چیز تمدن ایران، اون سوال بخش آخری هم میخوای محسن شما تیز کن، شما برو، که اینم یه جوری ربط پیدا میکنه که شما چجوری گسترش بدی وقتی تمدنمون اینجا خالی بشه. شما جا برای نفوذ تمدن بیگانه باز کردی، حالا همین کار رو ما میتونیم به نوعی شاید برای اونها انجام بدیم، یعنی همون روشی که اونها استفاده کردن برای گسترش تمدن خودمون، شاید بشه از همون روش استفاده کرد، یا شاید روش های دیگه هم وجود داره. چیزی که حالا من به ذهنم میرسه، بذار من تصویر رو قطع کنم صدا بهتر بیاد، چیزی که به ذهنم میرسه اینه که چون فرهنگ ایران شهری مبتنی بر تفکر و اندیشه شده و از اون بحث نژاد و جغرافیا خارجه، ابزار گسترشش هم همون هست، یعنی همون گسترش تفکر و اندیشه و انتقال اون به نواحی دیگه ابزاری هست برای این بحث ایران شهری. و زبان هم میتونه اینجا به عنوان یه میانجی خوب استفاده بشه. حالا میشه رو بحث زبان فارسی تاکید کرد، میشه هم خیلی روش تاکید نکرد، چون بالاخره یه بخشی از اون ایران شهر بزرگی که امروز هستش، یه بخش بزرگیش زبانش عربیه، یعنی دیگه دست ما نیست، این جبر تاریخ هستش که اتفاق افتاده. یعنی سوریه، عراق، لبنان، حالا بخشایی از مصر و نواحی اینجوری، اینا عربی صحبت میکنن. بخشای شمالی مثل ترکیه که حالا ترکی داره، ارمنی داره و ناحیه قفقاز اصلا زبانشون متفاوته. میشه از زبان خارج شد، رفت رو هم بحث اندیشه و اندیشه رو گسترش داد. یه جورایی این اتفاق داره میفته تو دوره کنونی، اما خب ضعفایی داره، به هر حال مشکلاتی هستش که انتقادایی هم هست، چون مبتنی بر فرده و وقتی هم مبتنی بر فرد باشه، اگر اون فرد ایراداتی داشته باشه اون ایرادات رو منتقل میکنه، اگر هم محسناتی داشته باشه اون محسنات رو منتقل میکنه. چون نیومدیم یه کار پژوهشی خیلی گسترده ای روی این انجام بدیم و یه حوزه فرهنگی درستی تعیین نکردیم برای این کار نشده، مبتنی بر فرد شده.
و این خودش دوباره آسیب‌هایی داره. تا اینجا فکر می‌کنم حالا شما ادامه بدید، بعد اگه نکته‌ای باز به ذهنم رسید من میگم. من فکر می‌کنم از دوره پهلوی تقریبا ایده‌های این داستان که بخوایم بریم سمت اون احیای ایران بزرگ، چون قاجارا ول کردن کلن، اونا وا دادن، ما تو دوره پهلوی این استارت خورد، ولی به دلیل همه معذوریت‌هایی که اون دوتا شاه پدر پسر داشتن، خوب و بد، حالا اختیار داشتن نداشتن، همه این رو بزنیم کنار، این رو نتونستن به یک نقطه‌ای برسونن که ملموس باشه داستانش. ولی تو دوره بعد از حالا انقلاب ما شاهد این هستیم که حالا نه تو با نام ایران شهری، با اون داستان چیز، داستان تفکر اسلامی، ام القرای حالا اسلامی، ولی در قالب چی؟ در قالب حاکمیت ایران، یعنی ترکیب ایران حالا اسلامی، این داره اون تفکر رو با خودش هم میکنه و گسترش میده تو همون حوزه تمدنی که میشه گفت بزرگترین مرزهای ایران شهری توی والا دوره ساسانی و اینها بوده و حکومتهای بعدی بعد از اسلام، ما حکومتهای که اومدن والا واردش که بشیم میبینیم که گستره اون مرزهایی هم که برای حکومتهای بعدی هم ترسیم کردن یه شیطنتهایی کردن توش. ولی توی حالا بعد از داستان اسلام اون ایدئولوژی که حالا حاکم میشه بر ایران، چون ایدئولوژی بیشتر ترکیبی با اسلام هستش، با افکار اسلامی هستش، این کمک میکنه برای چی؟ برای جاباز کردن بین به نوعی اقوام و ملتهایی که به هر طریق جدا شدن، یعنی اون پیوندشون، اون چسبندگی که ایجاد شده بود اونها رو جدا کردن، تفرقه ها رو ایجاد کردن. حالا اون وجه اشتراکی که میتونه ما رو برسونه به اون دوباره مرزهای مشترک، حالا در حل قالبی، قالب فدرالیسم بگیم، بخوایم اینها رو دوباره بچسبونیم کنار هم و یواش یواش کم کم بکنیمش یک کشور واحد، این به نظرم اون تفکری هستش که امروز هم حاکمیت حالا جمهوری اسلامی داره اون رو دنبال میکنه، ولی مسلماً نوپا، یعنی تازه، یعنی بعد دوره پهلوی با همه این مشکلاتی که ایران داشته از دوره قاجار قبلش شروع شده، این اومده رسیده به این دوره و با تمام این مشکلات فکر میکنم فعلا خوب رفتیم جلو، ولی این کفاف چیزو نمیده، آینده رو نمیده، یعنی اگه بخوایم با همین فرمون یا با همین ابزار بریم جلو، جلوتر که بریم کم میریم و نیاز داریم که همونطور که محسن گفت کار کارشناسی قشنگ بشه، اون کارشناسی که استاد میگن نه، کار واقعا کارشناسی بشه و بعد ما یک نقشه راه درستی رو برای رسیدن به اون هدف نهاییمون بتونیم ترسیم بکنیم، که توی بحث فرهنگم راجبی صحبت کردم، یعنی باید بتونیم اون اولویت هایی رو که در ارتباط با فرهنگ هست و میتونه نقشه راهمون باشه، میتونه اشتراکات باشه بین تمام این تکه‌های جدا شده، اونها رو به عنوان اولویت فرهنگی پیدا بکنیم، شناسایی بکنیم و بعد اونها رو شروع کنیم تبلیغ و تقویتشون بکنیم. و اون بخش اگر اتفاق بیفته فکر میکنم جذب این تکه‌های جدا شده خیلی خیلی راحت‌تر و سریع‌تر باشه. یه نکته من بگم بعد دوستان ادامه بدن، ببخشید. یه مبحثی هم که استاد رائفی پور باید بگه اینجا، یه مبحثی هم که اینجا باید بهش دقت داشته باشیم، تو دوره پهلوی این پیگیری شد، حالا امثال کسروی و غیره و غیره اومدن پیگیری کردن، اما از اون طرف یه اتفاقی هم افتاد و این که اومدن ایران شهری رو مقابل تفکر اسلامی قرار دادن و این باعث شد بعد از انقلاب هم همین اتفاق بیفته و اینا فکر کنن که اسلامه باید بیاد جای ایران شهری رو بگیره. این یعنی آسیب بود که ما هم تو دوره پهلوی دیدیم، هم تو همین الان تو دوره جمهوری اسلامی داریم متاسفانه میبینیم و اسلامه داره میاد جایگزین ایران شهری میشه، در صورتی که تو دوره ساسانی هم زرتشتیگری و هم مسیحیت و هم حالا معنوی و مزدکی و غیره و اینها همه میومدن زیر ایران شهری و کمک میکردن به اون ایران شهریه.
اگر هم الان بخوایم بریم به سمت اصلاح، بعد این تفکر اسلامی بیاد ذیل ایران شهری قرار بگیره و اون رو هول بده ببره جلو. این نکته رو من می‌خواستم اضافه کنم، ببخشید دیگه. حالا دوستانم ترتیب دستا رو یادم نمیاد، بذارید نگاه کنم ببینم کیا. آقای کنت دمونت میتونه صحبت کنه. خیلی ممنون از شما. یه نکته یه میخواستم عرض کنم در مورد زبان ها، خب یکم قبل بود این بود که زبانی که الان تو ایران داره استفاده میشه، زبان فارسی، باید ازش مراقبت بشه و ما باید نگهش داریم و این، ولی این به معنی نیست که ما باید جلوی ورود چیز دیگه یا بگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه همین وروده میتونه خیلی تو رشد خود زبان فارسی تاثیر بذاره. الان بچه ها گفتن که آره از لغت انگلیسی استفاده میشه توی ایران الان، بله استفاده میشه، ولی لغت سطح پایینی هم هستن، آنچنان لغت خاصی نیستن و بیشتر به جای اینکه به ارزششون توجه بشه به کلاس توجه میشه که خب با در واقع افزایش سواد تو جامعه و افزایش کلاس تو جامعه این دیگه از بین میره باینده. و نکته اینه که نباید بترسیم از چیزی که داره وارد میشه، بلکه باید میبینیم خب داره وارد میشه، حالا ما بیاییم فارسی رو بهتر یاد بگیم، ریشه ها رو بهتر یاد بگیم که میبین الان خود تیم شما خیلی وقتا میتونه اکثر لغت و انگلیسی و معادل فارسیش رو پیدا کنه. پس ما در واقع فعلا الان باید به زبان فارسی کار داشته باشیم. و نکته که همین واقع بهش پرداخته شد این که آره دین اسلام الان ما داریم، این متاسفانه نمیاد، یعنی نمیخواد بیاد در زیر ایران شهر قرار بگیره، مقاومت میکنه. بارها ما دیدیم روحانیون این خب شاید همه ندیده باشن، در خارج هستن، حالا به دلیل مختلفی دیدیم از اینا که این فرد ایرانیه، نمیگه من ایرانیم، میگه سوریم، میگه از جای دیگه ایم، و اینا خیلی مقاومت دارن، خیلی سرسختی دارن. این اولین مشکلیه که ما باید حل کنیم سر این موضوع، این کله شرقیه، ما باید اینو داشته باشیم و باید یک کار کنیم تحمل کنه که بغل خودش هم یه چیزی داشته باشه. حالا خدا رو شکر که الان مثلا دیگه از ادیان مختلف جزیه و فلان و چیزا نمیگیرن، ولی هنوز این کله شرقیه چیزیه که باید بهش پرداخته بشه و یه جوری از بین بره تا واقعا بفهمه که آقا صاحب اصلی، رئیس اصلی اینجا تفکری، و اگه میخوای کاری کنی بعد در جهت منافع این تفکر باشه، نه اینکه چوب لای چرخ بشه، نه اینکه بیاد وسط یه جوری بشه که آقا اصل قضیه کلن فراموش بشه. آره ما به هر چی که بتونه به این هویت ملی ما کمک کنه ما احترام میذاریم، نگرش میدانیم، کمکش میکنیم، و نباید این که چارچوب بشه، خیانت کنه. اون را خیانت هم میکنه خیلی وقتا، دانسته و ندونسته. این حرف من بود که یه نقطه خیلی مهم رو میخواستم بگم که ببخشید امثال کسر بیان اینا خب که آسیبش هم دیدن، خیلی این بیشار آسیب دیدن، اینا میدونستن که این کله شرقی اون زمان هم میدیدن، خب اینا تصمیم گرفتن یه جورایی ازش خلاص بشن چون فکر کردن نمیتونن مدیریتش کنن. حالا نمیدونیم، بستگی داره به نظر هر کس، آیا میتونن مدیریت کنن آیا نمیتونن مدیریت کنن. آرسته باید یه کاری کرد سر این قضیه. مرسی. خب آیا براتی درسته؟ آره براتی، فقط آقای کنت دمونت دستتو بردار که صف ترتیبش مشخص بشه. آقای براتی بفرمایید. سلام عرض شد خدمت دوستان عزیز، آقای سلطوس، آقای فریدونی عزیز، وقت شما بخیر باشه. حسن جان امروز به یادت بودم. سلامت باشی استاد جان، منم یه مقدار درگیری داشتم اما خودمو سعی کردم برسونم. منم به یاد شما همیشه هستم، اگه شما امروز بودید من همیشه هستم. قربان قربونت. خب قربان، الان من در جریان صحبت شما از حدود نیم ساعت پیش تا الان هستم و صحبتایی که شنیدم چند تا نکته رو یادداشت کردم که خدمت شما عرض کنم. موضوع اول، ما
برای اینکه خب ما گذشتیم از این داستان که نژاد ایرانی و رگ و ریشه ایرانی اینا مهم نیست. چیزی که برای ما اهمیت داره طبق گفته های شما اون فرهنگ ماست و اون هویت ماست و اون رفتار، مجموع رفتارها و اولویت بندی های ماست که ما رو ایرانی میکنه. خب پس ما باید اول از همه خیلی باید واضح، چون مخاطبان ما مردم عادی هستند، ما نمیخوایم بشینیم با کارشناسا صحبت کنیم، با آدم های مثلا فقط با قشر آکادمیک و دانشگاهی بخوایم صحبت کنیم، ما میخوایم با مردم عادی ایران صحبت کنیم و این تفکر رو برای اونا جا بندازیم. پس ما لازمه خیلی منظم و مرتب و به صورت دستبندی شده تعریف کنیم ایرانی بودن رو، که ایرانی بودن به چیه. مثلا یه ده میگن کردا اصیل ترین ایرانیان، یه ده میگن لورا اصیل ترین ایران. نه، اصالت ایرانی به این نیست، اصالت ایرانی به رفتار ایرانی هست، به اون اولویت ها و باورهاشونه. خب پس ما باید فرهنگمون و تمدنمون و باورهامون رو دستبندی کنیم، یادداشت کنیم، حتی اگه لازمه کتابی بنویسیم. یه کتاب 1000 صفحه شما بگو، 1000 صفحه که آقا ایرانی کیست؟ ایرانی کسی که از این نکات پیروی میکنه. پس اگه ما این کار رو انجام بدیم، مرحله اول رو درست برداشتیم. الان خیلی از دوستان، حتی خودم من، حتی خیلی از دوستان که توی این جمع هستن، نمیدونن که ایرانی بودن یعنی چه. پس ما اگه میخوایم گسترش بدیم ایرانی بودن و فرهنگ ایران شهری رو گسترش بدیم، لازمه که مبانیشو داشته باشیم. خب نکته بعدی، حالا در این زمینه قبل اینکه شما بزرگواران اصلاح نظر بفرمایید، لازمه یه نکات دیگه هم عرض کنم و صحبت دیگه ای ندارم. در مورد شیعه گری من میخواستم صحبت کنم. این شیعه گری رفتاریه که آقای سدوس فرمودن که یک رفتاریه که جمهوری اسلامی شروع کرده در راستای گسترش مرسا. من این رفتار رفتار خیلی درستی میدونم. چرا؟ چون ما در گذشته چیزی تحت عنوان ناسیونالیسم عربی، تحت عنوان ملیگرایی عربی نداشتیم. الان سوریه‌ها برای خودشون یه ملیگرایی دارن، آذربایجانی‌ها همینطور، ترکیه‌ای که به شدت ترکا ملیگرایی دارن، تمام کشورها و ملت‌های اطرافمون، حتی افغانستانی‌ها هم به شکل خودشون، اونا دیگه میگن ما اول دنیاییم، اونا دیگه از همه بیشتر ادعا دارن، همه ملیگرایی دارن. قدیم این ملیگرایی‌ها نبوده، برای همین راحت‌تر می‌شده که این شهرها و این استانها و این سرزمین‌های مختلف بیان و بپذیرن کشور دیگر رو. ما در حال حاضر از نظر نظامی که این کارو نمیتونیم بکنیم و غیر اخلاقیه، ولی اگر ما می‌خوایم که گسترش بدیم ایران شهری رو، نباید تحت عنوان بیایید شما ایرانی بشید اینو گسترش بدیم. یکی از ابزارهای خوبی که جمهوری اسلامی داره انجام میده و استفاده میکنه همین گسترش فرهنگ شیعه گریه. ما اگه بخوایم بررسی کنیم این فرهنگ های شیعه و ایرانی رو، یک سری اشتراکات خیلی خوبی میتونیم پیدا بکنیم. پس روش بدی رو انتخاب نکردیم. من خودم خیلی دوست دارم این شیعه گریه که ایران راه انداخته، تونسته لبنان و عراق و سوریه رو، یمن و کم کم داره کشورهای دور و برش رو به خودش نزدیک میکنه. حالا کشورهایی هستن که خیلی مستعدترن، مثل حالا تاجیکستان، اونا رو میشه با گفتمان شیعه مظرنام با گفتمان ایران شهری جذب کرد، اما بقیه کشورها رو نمیشه با گفتمان ملیگرای ایرانی جذب کرد. لازمه که ما اونا رو بتونیم از طریق باورهامون نزدیک کنیم. حالا ممکنه بعضی دوستان موافق باشن، بعضی دوستان موافق نباشن، اما من تصور نمی کنم که ما بتونیم ترکا رو جذب خودمون بکنیم با گفتمان ایران شهری. حالا به هر حال لازمه که بتونیم با تلفیق باورهای عقیدتی و باورهای ملی که داریم، یک سری مبانی رو ما منتشر کنیم که با استفاده از اونها بتونیم کشورهای اطراف و مردمان منطقه رو به خودمون جذب بکنیم. در مورد تقابل ایران و اسلام من می‌خواستم صحبت کنم که آقای سدوس فرمودن که چرا اینقدر این تقابل وجود داره، چه در زمان پهلوی چه در زمان جمهوری اسلامی. محسن گفتش. شما گفتین، معذرت می‌خوام، فرجه نشد. بله. خب اینو ما نباید فقط از چشم جمهوری اسلامی ببینیم، خود مردمم می‌بینن وارد این داستان شدن. من پیج اینستاگرامش رو ناکنید، یک قسمتش عقیدتی، یک قسمتایش ایران شهریه. میبینم ایران شهری ها، چه ادمیناشون، چه داخل کامنت ها، دارن به مسلمان ها توهین میکنن، دارن مثلا میگه مسلمان های فلان و نم عرب پرست و از این حرفا. میبینم داخل پیج اسلامی دارن به ما میگن آتش پرست. پس این تقابل مردمی هم وجود داره. اگه ما بتونیم خودمون با خودمون کنار بیاییم، حالا لازم نیست حتما طرف اسلام رو قبول داشته باشه، لازم نیست حتما طرف ملیگراییشو و ملیتشو بخواد ترجیح بده به
دینش. حالا لازم نیست هیچ کدوم از این افراد کرنش کنن، صرفا لازمه که با همدیگه یک همزیستی داشته باشیم تا این دعوای ایرانی اسلامی از بین ببریم. مگه نتونیم بین خودمون کنار بیایم، با خودمون اوکی بشیم، تا که نمیتونیم بقیه رو با خودمون همراه کنیم. این نظر من. بسیار عالی. حالا راجع به اون بحث شیعه‌گری، من بحث شیعه‌گری رو نمیدونم همین دقیقا کلمه رو استفاده کردم یا نه، ولی بحث اسلام اگه درست یادم باشه گفتم، جمهوری اسلامی روی شیعه‌گری تمرکز نکرد. یعنی اگه مال صحبت مقامات بالا و رده های مال بدنه رو دنبال بکنین، بحث گسترش اسلام باز، یعنی الان نیروهای حالا حماس و بقیه نیروهای اسلامی که اکثرشون غیر شیعه هم هستن، به هیچ عنوان اونها رو روی بحث شیعه‌گری یا شیعه سازی حتی تأکید میشه که اصلا به اون سمت نرن، یعنی تبلیغ شیعه نکنن، روی همون بخش مشترک، یعنی اشتراکات باید بریم زوم بکنیم که تو اون بخش میشه خود کلیت اسلام. توی مواردی هم که گفتیم مثلا اشاره کردین ترکیه و اینها، دقیقا اگه شما برید روی اون بخشایی که اشتراکی با اونها ندارین، تقابل فقط روی اون بخش فقط تاکید بکنین، رو اون دیدگاه برین جلو، 100% اونها چی دافعه رو دارن. و این موضوع رو با حالا ترکی زبان ها و اون پان ترک ها یا پان ترک شده ها ما داریم توی منطقه. و یه مورد دیگه هم بود که الان یادم رفت توی صحبتتون، حالا اگه یادم اومد ادامهش میدم. حالا دوستان اگه صحبتی دارن، محمد امین، جناب آقای عبادی. بله من سلطان اومد. یکی در مورد صحبت کند، غرب خودش درگیر یه مسئله شد به اسم چپگرایی. ما توی کشورهای اسلامی هم خب درگیر مسئله شدیم به اسم اسلامگرایی، یا حالا به قول عده پان اسلامیست. برای همین اون همونطور که اون چپگرایی تو غرب مزاحم تفکرات حالا بگیم هر تفکری لیبرالیسم محافظه‌کاری بود، از این طرف هم اسلامگرایی مزاحم یا همون پان اسلامیست مزاحم یک سری تفکرات دیگه بود تو این مملکت. حالا مثلا مثل اسلامگرایی نواب صفوی که اون جنایت رو رقم زد سر کسروی. برای مورد بعدی این که بگم، یک لحظه، برای مورد بعدی ملی‌گرایی، به نظر من ما باید بین ایرانی که وطنمون الان با تفکر ایران شهری تمایز قائل بشیم، چون اگر تمایز قائل نشیم دوباره تبدیل میشیم مثلا به یه تفکر ناسیونالیسمی و مثلا این داستان ما، و مجبور میشیم به همون اسلامگرایی رو بیاریم. به نظر من اگر بتونیم مفهوم ایران، ایران شهری با کشور ایران یا ایرانستان رو جدا کنیم، میتونیم به مراتب این تفکر بیشتر گسترش بدیم. چون مثلا میرم به یه ترکیه میگم، به یه ترکیهی بهش نمیگم تو بیا اصلا فردی کشور من شد، تو بیا خودتو بباز به وطن ایران من، به جمهوری اسلامی، تو بیا به تفکر ایران شهری مونده، تفکر بیتی به کشور من نداره. آره آغازگرش کشور من بوده، کشور من خودش حاصل یکی از این تفکرات بوده، اما لزومش همچین چیزی نیست. مثلا من الان با اون ژاپنی هیچ اشتراک ملی ندارم، ولی اون خود اون ژاپنیه بر اساس فطرت، بر اساس عقلی که داره، اگر تفکر ایران شهری تفکر درستی باشه میتونه بپذیردش. و اگر ما اینو ملیش کنیم، انحصاریش نکنیم، اگر فقط مال خودمون بکنیم، بعد و راه خیلی سختی رو در پیش خواهیم. چرا مثلا مثال میزنم، بتونی یه گروه با اسلام جذب کنی و با ایرانگره باقی گروه هایی، الان هم خوب دوران بزرگ نیست بخواییم با همسایه هم فقط این کارو کنیم، خیلی دنیا بزرگتره، خیلی پراکندیم. برای همین نیاز داریم که این تفکر رو ملی نکنیم، بلکه خودش دوباره یه تفکر بمونه، یه تفکر کامل که در یک بستر فرهنگی خوبی رشد کرده باشه. حالا ما این بستر فرهنگی متاسفانه هیچ کشوری نداریم جز خود ایران. مرده متاسفانه تفکر ایران شهری، ریشاش توی کشور دیگه خشک شده، فقط ثمره‌هاش و میوه‌هاش مونده، اما هنوز توی کشور ایران تفکر مونده.
به نظر من با آگاه کردن مردم میتونیم این بستر رو برای این تفکر آماده کنیم که بتونه خودشو در قالب یه جمعیتی گسترش بده. ولی اینکه چجوری حالا این تفکر گسترش بدیم باید اول تبیینش کنیم. خب قطعا هر تفکر یهویی نمیتونه بیاد بالا، یا تفکراتی هم که توسط جمع انتخاب شده باشه دیدیم نتیجه چی شده، همون تکایت دموکراسی و نمیدونم یه اتفاقات دیگه. باید شروع کنیم این تفکر رو به تبیین کردن آدمایی که آگاهن. مثلا من هنوز جرئت ندارم حتی نظری در مورد تفکر این شهری بدم، پیش خودم میگه من اصلا هیچی نمیدونم، من دو تا کتاب فلسفی به زور خوندم، حالا بیام یه تفکر فلسفی رو ارائه بدم تبیینش کنم. ولی از اونجایی که ما خیلی آگاه‌تریم، خیلی به اصطلاح میانه‌روتریم، می‌بینیم این تفکر رو تبیین کنیم هر کدوم توی بچه خودمون، یکی توی بچه اخلاق، یکی توی بچه سیاست، یکی توی بچه خانواده، یکی توی بچه جامعه. بعد میتونیم چکم این تفکر رو گسترش بدیم و آگاهی مردم رو با این تفکر ایجاد کنیم، همون کاری که مثلا تو اروپا توی 500 سال پیش اتفاق افتاد که تونستن با گسترش تفکر درست اروپا رو از یه خرابه نجات بدن و تبدیلش کنن و اصلا به یه ابرقدرتی. ما میتونیم این به اصطلاح تفکر ایران شهری رو تقویت کنیم، تبیینش کنیم، بعد توسط خود بسترش آمادش کنیم، به بستری ارائه بدیم که آماده باشه. حالا این بستر میتونه فعلا یک جامعه کوچیک باشه، چون گفت مثلا آقای براتی گفتن که آقا این جامعه مشکلات زیادی هم داره، ولی میتونیم هنوز جامعه قابل ارائه هستش، مثلا مثل خدای نامکر چون کوچیک باشه ولی توانایی پذیرش همچین تفکری داره. همین تفکر کم میتونه با آگاهی انجام بده که میتونه خودشو هی بزرگتر کنه. مثلا کسی که مثلا اون اسلام و زرتشتی‌ها و اسلامگرایی با هم درگیر میشن بیشتر حاصل مطالعه نکردن و نمیدونم غرور بیش از حد و حالا خیلی اشتباهات زیادی توی تفکراتشونه. قطعا یک جامعه آگاه میتونه به اصلاح این کمک کنه و بستر ما رو بزرگتر کنه. در نتیجه این تفکر شهری میتونه توی یه دونه بستر تربیت بشه و پرورش پیدا کنه که خودشو گسترش بده. حالا مثلا من با شیعه‌گری یا اسلام‌گرایی جمهوری اسلامی، خب نظر من مشخصه در مورد جمهوری اسلامی، میدونید قد شدی اوادی رفتی این خب میگم جمهوری اسلامی شده بگم جمهوری اسلامی عبادی قد کرد بچه حواستون باشه. گویک نوید بود که رفتشون هم قد شد. گویک شما الان نوبت شماست. من میخواستم یه چیزی بگم راجع به این سیستم جمهوری اسلامی. خب البته من دو بخش کردم جمهوری اسلامی رو توی تفکرات خودم، حالا تو واقعیت هم شاید میبینید، ولی چیزی که ما تو ایران داریم جمهوری اسلامی، چیزی که خارج از ایران داریم انقلاب اسلامیه، یه جورایی متفاوت با هم دارن عمل میکنن. یعنی ما همون چی میگن حالتی که ما الان فرض کنیم توی سوریه یه شیعه ای داریم که شیعه اسماعیلیه، این آقای شیعه اسماعیلی بیاد تو ایران اعدام میشه. ما توی یمن حوثی ها رو داریم، اگه ورشون داریم بیاریم ایران اعدام میشن، ولی خب اونور دارن دوگانگی میکنن. به نظر من این دوگانگی مشکل ضعف ایرانه، مشکل ضعف حکومت حاکم، برای اینه که ما چون اول باید از داخل منسجم بشیم، یعنی اون طرز تحمل رو باید ببریم بالا. یعنی ساسانیان وقتی موفق شدن که اومدن بالاخره مسیحیت و زرتشتیت و اسلام و یا هر دینی که بود اون دوره اومدن به عنوان اون جامعه پذیرفتن، ولی الان حکومت حاکم بر ایران میاد چیکار میکنه؟ میاد اینا رو میگه شما اصلا ایرانی نیست، یعنی تعریفی میکنه میگه آقا شما اسلام، اونم نه هر اسلامی، فقط اسلام شیعه، اگه جزء این هستی شما هستی، اگه جزء این نیستی نیستی. و این خب به نظر من یکی از مشکلات ضعفیه که شما نمیتونی بیای اونا رو پیوند بدی. حالا درسته که طرز تفکرت از بیرون اونا رو داری میپذیری، ولی در داخل نمیپذیری تو این تفکر رو. و این خب دوگانگی تفکر باعث میشه که همین توی حاکمیت هم مشکل ایجاد میشه و شما نمیتونی جذب کنی. دوم این که واسه جذب کردن مثلا همین غرب میاد یه واژه‌ای میسازه به نام دموکراسی که خودشون نمیدونن چیه،
هیچکم نمیدونه چیه. یه واژه تخیلی که اصلا معنی نداره. خیلی هم ساده میشه اینو تعریف کردین دموکراسی رو. شما بگید آقا ما یه دو تا خلط دو نفر رو داریم میخوان هواپیما برونن، حالا شما به کدوم رای میدی؟ به این بابا، این بابا سقوط میکنه، اصلا خلبان نیست که بتونه برونه. بس این دموکراسی واژه مزخرفی بود که اینا غالب کردن به همه دنیا. خب این افتضاح به. حالا ما تو جمهوری اسلامی هم همین افتضاح داریم. ما رئیس جمهوری داریم که اصلا ما اصلا جمهوری نداریم که بیام رئیس جمهور داشته باشیم، یه جمهوری داشته باشیم. خب این سیستم باید اصلاح کنه خودشو و باید چیزی برای عرضه داشته باشه. خب خدا رو شکر جمهوری اسلامی تو یه چیزی که موفق بوده امنیت بوده. ما تونستیم این امنیت رو صادر کنیم و به خاطر همین امنیته که الان کشور دیگه دارن جذب میشن به سیستم. یعنی مثلا یمن داره به خاطر امنیت بودن، یعنی همون سیستم ساسانیان. یعنی شما اگه امنیت میخوای که مقابل روم شکست نخوری، میای از ایران استقبال میکنی. سوریه شما اگه امنیت میخوای، نمیخوای بالکانیزه بشی کاملا، میای نزدیک ایران بشی. خب ایران تونسته امنیت رو صادر کنه. ولی نکته دوم که ما برای هر کشوری برای بقای نیاز داریم اقتصاده، که ما توی مشکل اقتصادی وحشتناکه تو ایران. یعنی کسایی که رأس کار اقتصادی ایران هستن به چاپه میخورن و میچاپن و میرن. یعنی این مشکل بزرگه. دومی که ما باید بپذیریم جامعه ایران ترک داره، کرد داره، لور داره، سنی داره، شیعه داره و تمام اینا رو بیم از پتانسیلاشون استفاده کنیم. حالا فرقی نمیکنه مثلا همین مسیحیتی که شما گفتین قبلا، مثلا ساسانی اومدن یه نوع سیستم نسطوری رو که مثلا مورد نفرت رومیا بود اینا اومدن جذب کردن و خب خسرو پرویز رو تو کلیسا دعا میکردن، یعنی به عنوان مثلا کنستانتین. یعنی یه پادشاهی بود که اومد این پتانسیل رو پیدا کرد و ازش استفاده کرد و سفیرای ایران بودن اینا تو روم، تو مناطق دیگه استفاده میکرد. ولی جمهوری اسلامی اومده تمام اینا رو از بین برده و یه خط قرمز کشته، گفته نه شما برید اون ور خط، شما اصلا ایرانی نیست. مثلا من خود خودم رو میگم، من هیچ موقع حاضر نبودم ایران ترک کنم، ولی خب این مشکلات همیشه بود. شما هیچ موقع شما رو به عنوان یک ایرانی نمیپذیره این سیستم و خب این مشکله. این وقتی ما داخل خودمون مشکل داریم، نمیتونیم آدم ها رو بگیم آقا شما بیا ایران. مثلا بیایم ایران چی؟ مثلا الان شما بری به آذربایجانی بگی آقا شما نخور، نرقص، نرو دیسکو، بیا تو ایران ببین چه باله، مثلا بخور میگیرنش الله میزن. خب این تفکر اشتباهه. ما نمیتونیم با این تفکر جذب کنیم. در حالی که اسرائیل از یه فرسنگا اونورتر اومده داره آذربایجان رو جذب میکنه، ترکیه رو جذب کرده کاملا، ارمنستانی که مثلا خیلی نزدیک به تفکر شرق بود، روسیه و ایران بود، الان داره غربی میشه کاملا. درسته اینا نمیدونن عاقبتش چه، چون به باد فنا میرن و خب همین خلای تمدنی رو دارن اونو پر میکنن با همین تفکرات جدید خودشون. ما باید یه تفکری داشته باشیم، یه ایده‌ای داشته باشیم که بتونیم اینو عرضه کنیم به دنیا. ما داریم امنیت رو عرضه میکنیم، ولی اینا وقتی به امنیت برسن دوباره جدا میشن، وقتی به امنیت برسن دوباره ما رو نمیخوان. ما باید اون اقتصاد رو بتونیم، چرخه اقتصادی رو به عنوان همون راه ابریشم، به همون جاده ابریشم که آقا شما الان چرا همه وقتی آمریکا تحریم میکنه همه تحریم میکنن؟ چون همه میخوان با آمریکا داد و ستد کنن، با بازارش داد و ستد کنن. خب بازار ایران کسی نمیخواد، چون دارن چپاول میکنن. ماشاءالله اینقدر افرادی داریم که مفتی میدن بره، نیازی نداره شما تجارت کنی، شما دو نفر رو پیدا میکنین، دو نفر راحت راه رو باز میکنن و میره اینا. ما بعد اون اقتصاد رو قوی کنیم در کنارش امنیت رو. و البته امنیت ما هیچ موقع نداشتیم از زمان بعد نادرشاه افشار، بعد زندی و اینا دیگه همه این امنیت از بین رفت. کشورمون همینجور اشغال شد، زمان قاجار، زمان پهلوی فرق نمی کرد. تفکرشون درست بود، تفکر پهلوی خیلی تفکر جالب و خوبی بود، ولی خب امنیت نداشت. وقتی شما امنیت ندارین، تمدن از بین میبرن، اجازه نمیدن رشد کنه. ما به اون امنیت تا حدودی رسیدیم، خب این مهمه، ولی باید روی اقتصادمون کار کنیم و روی دوگانگیمون کار کنیم. این باعث میشه که ما بتونیم اون انسجام و اون دوست افغانمون، اون برادر افغانمون که الان اسمش رو گذاشته افغان، در حالی که افغان‌ها پشتون بودن، از سمت پاکستان اومدن و حالا خب اون اسمو تونستن جذب کنن و همین سیستمو تحمیل کردن به اون جامعه. یعنی الان قدرتی مثل طالبان داره چیکار میکنه؟ داره با استفاده از همون سیستم پتانسیل دینی استفاده میکنه. اینا نگم داره، شیعه چیز خوبیه که شما بتونین صادر کنی و ازش استفاده کنی، شیعه ها رو جذب کنی، ولی باید این جذب شدن
یه ایده بزرگتر باشه و الان خوبه ولی با آینده مشکل دار خواهیم بود و نمیتونیم دوباره جذب کنیم اگه با این سیستم بریم جلو. این نظر منه. محمد پورعلی درود بر شما. بعد دوستان اگه میشه یه مقدار جمع جورتر دیگه صحبت ها رو بکنیم چون بله. داریم یه دو ساعت رو فکر کنم داریم رد میکنیم. بله بله اجازه بدیم من دو مورد، یکیش پرسشه یکی دیگه نظرم راجع به بحث دین. خب یکی از دوستان من اشاره کردم به شیعه گرایی و اینها. خب دوست من، حالا من نمیدونم چقدر باید تو تاریخ این اتفاق بیفته ما درس بگیریم که نمیتونیم دین رو هیچ وقت ملاک اصلی یه تفکر جهانی در نظر بگیریم، به دلیل اینکه نگاه‌های هر مردمی توی هر نقطه دنیا به یک دین واحد بسیار متفاوته. شما میتونیم بریم ترکیه با ترک‌ها گفتگو کنیم، اونها به دلیل تاریخ، حالا با حالا چه بچه مشترکی داره چه نداره، به دلیل جغرافیا و تاریخ متفاوت، چه از نظر سیاسی چه از نظر جغرافیایی، چیزهای متفاوتی که دیدن، درک دیگه ای از دین دارن، برداشت دیگه ای از دین دارن و نمیتونن مثلا بیان برداشت یه ملتی که یه جغرافیای دیگه بودن و یه درک و یه اتفاقات دیگه ای تو محدوده اونا افتادن، نمیتونن اون برداشت رو بپذیرن. همون شیعه ای که بهش اشاره میکنیم، ما چندین نوع شیعه داریم، بسیار بسیار شیعه داریم، فرقه های مختلف، حتی خود 12 امامی ها به تفکرات مختلف ما میبینیم اینا تقسیم بندی میشن. میگم دین نمیتونه اون آرمانی کلی که ما راجع به ایران شهری میخواییم و بسازه و نمیتونه دین جایگزین باشه، چه بسا در دوره ساسانیان هم هیچ وقت، حالا معیار تا یه جایی ما یه دوره هایی میبینیم که تلاش کردن یه سری روحانیون قدرت بگیرن که بیم. این به پرسش منم الان مربوط میشه. پرسش منم اینه که خب حالا که ما یه تفکر ایران شهری داریم و اینم اشاره کنم، یکی از دوستان گفتن که ما باید در برابری مثلا با ملت‌های دیگه نباید با تفکر ایران شهری ملی برخورد کنیم. من کاملا اینو قبول دارم، به دلیل اینکه باید یه کاری کنیم تا اون ملت‌ها احساس نکنن دارن زمینه یک خاک یک ملت دیگه میشن، بلکه احساس کنن که دارن یه سرزمین جدیدی رو به وجود میارن که جای خودشون هم هست، نه اینکه دیگرانی بر اونها صاحب اونها میشن، احساس کنن تازه دارن ملحق میشن. و به نظر من ما باید واژه ایران رو اصلاح کنیم. یعنی چی؟ یعنی ایران از این مفهومی که یه مفهوم ملی و اسم یه کشور خاصی شده، ما باید این سواد و گسترش بدیم که وقتی ما راجع به ایران شهری بحث میکنیم، منظورمون فارسا نیستن یا لزوما منظورمون فرهنگ فارسی و اینا نیست، منظورمون یه اتحادیه که به وجود میاد. حتی ایران اکنون کنم صحبتتون، بله. مرزهای فعلی ایران نیست در اصل. بله بله، مرزهای فعلی ایران نیست و اون شخصی که عربه یه وقت گمان نکنه خب وقتی من میگم مثلا این تفکر ایران شهریه بیا مثلا عراق و ایران رو پیوند بدیم، یه وقت فکر نکنه پیوند با ایران به معنی این که من باید فارسی حرف بزنم، باید زبون عربی رو کنار بذارم، فرهنگ عرب له میشه زیر فرهنگ فارسی ها، نباید این برداشتار رو داشته باشه یک ملت دیگه داره غلبه میکنه بر اون. باید اتفاقا فکر کنه که نه، من اتفاقا فرهنگ عربی من شکوفا میشه در کنار اینها با اتحاد با اینها. ما باید این برخورد رو به نظر من داشته باشیم که جبهه گیری های کمتری شکل بگیره علیهش. و یه پرسشی هم داشتم، خب حالا که ما این بحثا رو کردیم راجع به دین گفتیم و ملیت، میخواستم دقیق بدونم جایگاه دین در مسئله ایران شهری چیه؟ آیا دین باید یک حاکمیت در ریشه ایران شهری داشته باشه؟ یعنی حق اینو داره که یک قدرت سیاسی داشته باشه؟ یا نه دین لزوماً حق اینو داره که یه قدرت مثلا رسانه‌ای داشته باشه صرفاً، نه اینکه یه قدرت سیاسی بدیم سلاح دستش بدیم یا بیایم مثلا یه سری اختیاراتی تو کشور بهشون بدیم؟
آیا نیاز اینها رو در حد رسانه نگه داریم یا نه حتی پایین تر از اون؟ مثلا چه فکری داری؟ راجب دین یه بحثی داشتیم، یه گفتگویی داشتیم تو همین گوگل میت. ما دین رو همون راه و روش و به نوعی فرهنگ هایی که میاد تجمیع میشه و ایدئولوژی که شکل میگیره، یک سری قواعد و قوانینی رو برای ما، برای زندگی ما هستش، باید بدونیم. نه اینکه صرفا بیایم توی اون دید حالا ادیان ابراهیمی بیایم خلاصش بکنیم و بگیم این وقتی صحبت از دین میشه فقط ادیان ابراهیمیه. خودتون اشاره کردیم ما شیعه های مختلفی داریم و تاکیدم کردم جمهوری اسلامی سیاستی که در ارتباط با گسترش مرزهاش داره یا تفکرش داره یا به نوعی میشه گفت صدور انقلاب داره، این نیستش که شیعه گری رو بفرسته و حاکما متوجه این موضوع شدن که دافعه داره اگه بخواین شما روی شیعه گری تمرکز بکنید. اون هم زمانی که اکثریت اون کشورهای هدف شما اسلام سنی دارن، حالا با مذاهب مختلف، با فرقه‌های مختلف سنی که بخوایم بگیم و فرقه‌های مختلف شیعه که در تضاد هم هستن با شیعه حالا 12 امامی ایران. صحبت از اون اشتراکات بود. توی اون بحث فرهنگی هم که داشتیم گفتیم که باید برای اون داستان ایران شهری ما بیایم اولویت‌ها رو پیدا بکنیم. حالا این اولویت ها درون خود فرهنگ دینی هم هستش، یعنی ما یه دین اسلام داریم که فرقای مختلف داره. وقتی میایم شیعه رو نگاه میکنیم، مشترکات این شیعه با اون ادیان دیگه یا فرقه های دیگه اسلامی رو باید پیدا بکنیم، روی اونها تمرکز بکنیم. حالا تو این بحث در مورد کشورهای اطرافمون هست که تقریبا همشون اسلامی هستن و از همین باب میتونیم وارد بشیم، در ارتباط با کشورهای دورتر مثلا ونزوئلا، مثل کشورهای آفریقایی، دو تا برنامه رو من الان دارم میبینم که جمهوری اسلامی دنبال میکنه. یکی تبلیغ دینیه، یعنی میرن دین رو برای کسانی که اسلام چیز نیستن، دینی غیر از اسلام دارن، این رو دارن تبلیغ میکنن و شیعه گری رو به نوعی اونجا ترویج میکنن. حالا هزینه هم دارن میکنن. این اون بستر‌سازی هایی هستش که معمولا برای امپراتوری شدن امپراتورها ازش استفاده کردن، یعنی بحث گسترش چی و تفکر دینی عقیدتی و ایدئولوژی در بین عوام جامعه، این رو داره جمهوری اسلامی استفاده میکنه و اشتراکات دیگه ای رو حالا توی این باب داره دنبال. این میگم فرمیه که جمهوری اسلامی داره میره جلو، اما ناقصه، یعنی چیزی نیستش که پخته باشه. چرا ناقصه؟ به خاطر اینکه تازه متولد شده، یعنی می گفتم از دور پهلوی به این ور تازه این ایده دوباره احیا شده اومده و با همه این مشکلاتی که ما داریم، نفوذی های حالا با جیر مواجه و عجیر شده و نفوذی هایی که تعدادشون خیلی بیشترن که تفکر چی دارن غرب زده دارن که خود باختن تقریبا، ما با تمام این مشکلاتی که از دوره پهلوی و قبلش و بعدم جمهوری اسلامی هم ادامهش این موارد رو داریم، فعلا این روند رو من مثبت می‌بینم، چون اولویت اولی که داشتن یعنی امنیت رو، همونطور که گویک گفت امنیت رو اینا اومدن تثبیت کردن و تو گام دوم که حالا آقای خامنه‌ای هم بهش اشاره کرد، ما گام دوم مثلا انقلابو داریم، یعنی 40 سال دوم. توی 40 سال دوم اینا دنبال چی هستن؟ دنبال به نوعی شاید حداقل تو شعار دنبال همین پیدا کردن راه نفوذن که بتونن حالا با این امنیتی که ایجاد کردن و میتونن با این امنیت سایر کسانی که بهشون میخوان بپیوندن، یعنی ابراز علاقه میکنن قراره به ما بپیوندن، امنیت اونها رو هم باید یه جوری تامین بکنیم. این رو حالا چه جوری میتونی از لحاظ فرهنگی و اقتصادی و سیاسی اینها رو لینک کنی به خودت یا بچسبونی، ببخشید، این موردیه که دارن روش کار میکنن. اما با توجه به حالا نفراتی که توی این حوزه فعالن ما در میبینیم توی رأس کار ضعیفه، یعنی تو حوزه فرهنگیشون ضعیف هستیم، به اضافه که دیدگاه تاریخی درستی هم ندارن، مقصر هم نیستن، اینها حاصل سیستم آموزشی
و طبقاتی غربی هستند و نمیتونن تاریخ واقعی رو از اطلاع داشته باشن. اگر ما بتونیم به عنوان خودمیامکی اون تاریخ اصلی رو انتقال بدیم مفاهیمشو، شاید اون مشترکات دیگر رو هم اون کسایی که تصمیم گیر هستن بتونن ببینن. این مشترکات و راه های نفوذ دیگه ما با کشورهای دیگر چه نزدیک چه دور، به غیر از بحث حالا عقیدتی اسلامی، نه همه اسلام، چون شما نمیتونید شیعه رو انتقال بدی کامل چون دافعه داره، نمیتونید سنی رو حتی انتقال بدی دافعه داره، ایرانیت هم با اون واژه ایرانی و نژادی و زبان فارسی باز نمیتونید دافعه داره. اون اشتراکات رو باید بتونیم پیدا بکنیم، تعریف سازی های جدید رو بکنیم از همون واژه ایران، که خوشبختانه امروز ما مرزهامون شامل اون ایران اولیه نمیشه، یعنی اون هسته اولیه ایرانی که شکل گرفت تو عراق تقریبا شکل گرفته و این میتونه به ایران و ایرانی کمک بکنه که تفکرش رو برای مرزهای حالا سیاسی امروزش برای دیگر اقوام جا بندازه و بهشون این رو ثابت بکنه که آقا من دنبال این نیستم که شما رو تحت قیمومیت خودم در بیارم، قرار هستش که ما با هم یکی بشیم همونطوری که قبلا یکی بودیم. این اون چیزیه که حالا فکر کنم لازم بود روی صحبت شما بگم. محسن اگه صحبتی نداری کنت دمونت صحبتش رو شروع بکنه. بله ساعتمون پر شده، فقط اگه میشه دوستان سریع در حد دو سه دقیقه جمع کن، چون دو ساعت پر شده دیگه جمعش کنیم بحث. خیلی سریع برمی کنم. یه موضوع اینه که اولی که ما میخوایم خودمون رو گسترش بدیم، باید رضای خودم قبلش متوجه بشیم که آقا ما یا واقعا خوب هستیم که داریم خودمون رو گسترش میدیم، پس قبلش سعی کنیم واقعا مطمئن باشیم که خوب باشیم. دوم هم یه موضوع اینه که آقا ما تو بحث ارتباط پیدا کردن، آقا همیشه سراغ مثلا گروه های بریخ نریم، بگم سراغ گروه های خوشگل بریم، یا عوامی ترین گفتنش نمیشه، یا همین اسلام میتونه خود نواخته بریم، باشه سراغ غرب خود نواخته بریم خیلی بهتن و همین سر مثلا مسئله هم آن مسئله هماش خیلی میتونه قضیه رو به خوبی خودش تمام کنه، ولی با بی کلاسی با بی فکری خیلی قضیه رو به ضرر خودش برگردون. ما واقعا یه موضوعی که میتونیم بریم که سراغ آدم های با کلاس موفق بریم. نکته این که خب موضوعات مختلفی گفته شد، یا ما اشتراک پیدا کنیم به لحظه خودمون چه با نژاد چه با دین، و بگیم که آقا خیلی وقتا این نیاز هست که ما یه چیزی بسازیم واقعا، چون الان باید یه چیزی ساخت، یه چیزی مرکزی ساخت، اینه تو همه اینا بشه یه جوره استفاده کرد، چون که با چند روی واقعا آخرش یه جایی به مشکل میخوره مواجه شدن با توی دیپلماسی و کشورهای دیگه. اینجا بگیم اینجا نمیشه، ادعایی که میتونم بدم یکی این که اتفاقا چیز نژادم اگه خوب باشه برخورد کنیم مثل همه خانواده میتونه خوب باشه، مثلا آقا اتفاقا واقعا پیشینیان خودمون رو بگیریم که جمع پخشن، آلان ها هستن، ترک ها این ور هستن، شرق هستن، همه یه دنیا پخشن، اتفاقا خوب هم میتونه عمل کنه، ولی نژاد پرستی مثلا یه برای آلم نیستن اونجوری نه. خانواده ما، ملیت ما، اطلاف ما، آقا ما هوای خودم و هوای نزدیکانمون رو داریم، لیکی آره تفکر درست این هم خیلی آقا ما موفق بشیم و بعد موفقیت رو گسترش بدیم، نه ناموفقیت رو گسترش بدیم. دست شما گرد. ممنون، مرسی. حسن جان، حسن براتی. خب یه نکته دیگه میخواستم خدمتتون عرض کنم. دستتون رو پایین بیارین که کنت دستتون رو پایین بیارین. خب بفرمایید. در مورد همون قضیه شیعه‌گری، خب خیلی ممنونم که شما فرمودید بازش نکرده بودم، حالا یه نکته بیارم که بهتر بودم. این شیعه‌گری ما نمیخوایم مثلا بریم تو ترکیه یا افغانستان یا هر جای دیگه بگیم آقا ببین شیعه چقدر خوبه تو هم بیا شیعه شو، نه،
شیعه گری مثل چی مونه؟ بذار بهتون توضیح بدم. مثل مشتی بازی، لوتی بازی، شیعه بازی یا شیعه گری. خب منظور من از اون جمله بندی، از این کلمه بندیم اینه. یعنی همون مرام و در واقع مرام شیعه است که تو زورخونه‌ها مردم علی علی میگفتن، میرفتن گلزون می‌کردن، یه نفر از زندان بیرون می‌آوردن. یعنی مرام شیعه، نه فقه و مذهبش. که بخوام بگم آقا یاد میخوام میگم مرگ بر عمر و من کنتم مولا و این حرفا، نه. یعنی بزرگی کردن در عقیده اسلامی. نه همزمان که ما و کشورهای اطراف از نظر ایدئولوژی دینی هم عقیده ایم، اما بزرگتری هم براشون میکنیم. ایران داره نقش رابین هود تو منطقه بازی میکنه، نقش داداش بزرگه. به جای اینکه مثلا موشک بفروشه، داره تکنولوژی ساخت موشکو میده. منظور من از شیعه گری اینه، یعنی که بتونیم بزرگی کنیم در منطقه و اون منش و رفتار از جنس شیعه رو در بین مسلمون ها گسترش بدیم. منظور ما اینه، یعنی بزرگی کردن برای کشور. وگرنه میبینید که نه سوریه شیعه است نه لبنان کشور شیعه. من حسن جان میگی به صورت نامحسوس تبلیغ بکنیم. بله، یعنی با رفتار. منظور اینه، نه اینکه بگیم آقا بیا شیعه شو ببین چقدر شیعه خوب، اونم یا شیعه مستقیم تبلیغ نشه. نه، صرفا همین تفکر استکبار ستیزانه شیعه تبلیغ میشه. خب این چیز خوبه. یه چیزی میونی کلامت دوباره اضافه بکنم، ما در مورد بقیه موارد هم، یعنی همون ایران شهر، تفکرات ایرانی و اون بخش فرهنگی ایرانی و زبان، حالا اگه فارسی به عنوان زبان واحد دنیا قرار باشه انتخاب بشه از دید یک ایران شهری، همه اینها باید به صورت نامحسوس انتقال پیدا بکنه. چون اگر مستقیما بخواد وارد بشه دافعه داره، به اضافه اینکه اون گروه و جناح و جریانی که در مقابل ایران شهری از قبل بوده تا الان، اونها منتظر این هستن که یه پیرن عثمانی هم درست بکنن که بگن دیدید گفتیم اینها میخوان شما رو شبیه خودشون بکنن، اینها میخوان شما رو حذف بکنن، فرهنگ شما رو حذف بکنن، از بین ببرن. این اون چیزیه که اونور آماده است که ازش سوء استفاده بکنه. خب منم کل اون حرکتی که باید انجام بشه، حرکتی که نباید رو باشه به نظر من. و منم حرفم همینه، یعنی من که اول از همه گفتم ما باید یک کتاب هزار صفحه از ایرانی بودن خودمون داشته باشیم و من ایران شهری رو ما باید گسترش بدیم. اما برای چی میگم؟ سر همین موضوع که مقاومت وجود داره. ترک ها اصلا اسم ایران، یعنی ذره ای ارتباطی با ایران وجود داشته باشه فرار میکنن. عربا همینطورن. اما من برای چی میگم شیعه یری از جنس اسلامی؟ چون دیگه در برابر اون گاردو ندارن. در راستای حرف شما، حرف شما دقیقاً همین. خب در مورد دوست عزیزمون آقای پورعلی حرفای قشنگی زدن، یعنی تا حدی حرفشون خوب بود، یه سری انتقادات داشتم که خب فهموندن که تاریخ رو بررسی کنیم ببینیم که خب دین ابزاری نیست برای یک دست کردن، اتفاقا دین چیزی که باعث تفرقه یا اتحاد میشه. مثلا چی؟ تو روم مسیحیت کمک کرد به روم، یا تو جنگ صلیبی که مسیحیت تونست اروپایی رو با هم متحد کنه علیه چی؟ مسلمونا. یا صلاح الدین ایوبی که در برابر مسیحا همین کارو کرد، یا مسیحیانی که در دوره ساسانیان به روم گرایش پیدا کردن، یا ارمنیا، همین ارمنیا مسیحی شدن به روم گرایش پیدا کردن، چقدر دردسر ایجاد کردن، یا جنگی که در بوسنی شکل گرفت. بس اتفاقا دین چیزی که باعث تفرقه یا اتحاد میتونه بشه. خب اگه دین نشه بعد چی میتونه بشه؟ اصلا ذات انسان تفرقه است. انسان ها به ذات دارن اصلا دیگه جدا میشن. شما ببین فلان دیگه تهرانی، تبریزی، کرجی، تو همون تهران میگن غرب تهران، شرق تهران کلکل دارن، تو همون غرب تهران میگن بچه مهرآبادی یا عبدالآبادی، تو همون مهرآباد میگن این ور شمشیری، اون ور شمشیری. ذات انسان در حال تفرقه است. پس ما نیاز به ابزار داریم برای ایجاد اتحاد و یک دست کردن، که این ابزار یکی ملی گرایی و دومی دینه. خب حالا ما ببینیم، پس دین باید جزء از بافت ذهنی اعتقادی مردم باشه. اما آیا این دین باید در حاکمیت باشه یا نباشه؟ اون نمیدونم، اونو باید افرادی متخصص تران صحبت کنن. حالا این دین چیه؟ دوستمون داشت مثلا علیه دین صحبت میکرد. دین اصلا یعنی روش زندگی. آقا شما اسلامو نمیخواید، نخواید، اما دین رو نیاز داریم. یک روش زندگی لازم داریم ما، یک معیار و روش زندگی ما نیاز داریم. دین مطلقا به معنی اسلام نیست یا مسیحیت نیست. حتی اون تفکر ایران شهری یا اون کتابی که میخوام در مورد ایران شهری بنویسم، اونم یک دین. شما اگه بخوای علیه دین صحبت کنی، یعنی هیچ معیار و روش و برنامه‌ای برای زندگیت نداری. پس نمیشه ما دین رو بخوایم به معنی اسلام در نظر بگیریم. حالا چرا؟ دین میتونه اسلام باشه، میتونه مسیحیت باشه، میتونه خیلی چیز دیگه باشه، اما ما نیاز به روش برای زندگی داریم. اصلا شما نکنید دین چه جایگاهی در بین پادشاهان بزرگ ایران داشته،
نزد کوروش داشته، نزد داریوش داشته. پس اینا افراد بدون اعتقادی نبودن، اعتقاداتی داشتن و این اعتقادات استفاده کردن جهت چی؟ جهت یک دست کردن کشورشون اتفاقا. خب اگه از این دین سوء استفاده میشه، پس بعد دینو بزنیم کنار، مثل اونه که نفر به شما سنگ پرت کنه، شما تو خیابون هر جا سنگ دید لگدش کنی یا شوتش کنی. نمیشه. اگه حکومت حالا از دین نخواد استفاده کنه، هزار و یک روش دیگه برای سوء استفاده کردن از مردم داره. به هر حال ما لازمه که تفکر و باورها و اعتقادات خودمون رو داشته باشیم. اسلام نیست، چیز دیگه. اما اگه قرار شیعه گری و اسلامی گری باشه، باید ازش استفاده کرد. سرین ممنون. خواهش میکنم. خب محسن جان، صحبت پایانی، جنبندی چیزی دارید؟ محسن رفتی کجا؟ نه دیگه، نه هستم. نکته خیلی خاصی نیست، فقط دوباره تاکید میکنم چون نظرها تقریبا نزدیکه و فکر میکنم سر تعریف مشکل داریم. هر کدوم از دوستان دارن یک تعریف میکنن با اون مشخصات خودشون و اسامی خودشون رو میذارن. نکته بعدی این که ما باید اینم در نظر بگیریم که، باز تاکید میکنم حداقل به نظر من، چون این مبحث خیلی جا داره تا پخته بشه، بحث حتی اسلام و شیعه گری به قول دوستان باید بیاد زیر مجموعه ایران شهری قرار بگیره و هموقع این اتفاق بیفته خیلی از نواقصش برطرف میشه و این درک باید در مسئولین مملکت جا بیفته که به مرور زمان اتفاق میفته. این روش اصلاح و روش که هستش میریم به سمت مسیر درست. نکته خاصی دیگه نیست. بسیار عالی، ممنون از همه دوستان. دیگه مدیر گروه هم رفت، خودش عز شد. بعد از اینکه دو ساعت وقت گذاشتین با هم یه گپ و گفتی زدیم، امیدوارم حالا یواش یواش بتونیم این داستان رو جلوتر ببریم. بحث فرهنگی و بحث مهمی هم هستش و یواش یواش اون چیزی که جناب براتی هم گفت بریم به ثبت کردن حالا اون فرهنگ ها و نکاتی که وجود داره، هم در بحث ایران شهر خود فرهنگ ملی و هم اون بخش های دینی، حالا شامل دین زرتشتیت میشه، اسلام، فرقه های مختلفش، مسیحیت و حالا شاید بشه گفت ادیان و فرقه نزدیک به زمان حالمون که ایجاد شدن، که اونها هم بخشی از باز فرهنگ ما هستن که توی این لیست فرهنگی باید اضافهشون بکنیم، چون حتی اگه در تقابل با اونها هم باشیم از لحاظ فکری، کاری خودم بذارم جایی مثلا یک مسلمان شیعه کامل، اگر در تقابل هم باشیم برای حل موزل یا جذب اون قشر هم باید فکری بکنیم و اون اشتراکات رو پیدا بکنیم تا بتونیم اول این دیوار رو برای گفتمان بشکنیم. وقتی این دیوار شکست، حالا اون راه و مسیر و گفتمان باز میشه و به نوعی اون داستان نفوذ رو میتونیم پیاده سازی بکنیم و نفوذ هم لزوماً جنبه بدی نداره اگر قصد شما و نیت شما نیت جریان تحریف نباشه. دیگه فکر میکنم داستان رو ببندیم و ضبط و قطع بکنیم. حالا بچه ها هر کی دوست داره بمونه، صحبت آزاد میتونیم انجام بدیم. شب شما بخیر باشه، عرض عبارت فراوان. شب هم میگی بخیر، خدا نگهدارت.